بینندگان عزیز، با سلام به شما. امیدوارم اوقات خوبی رو پشت سر گذاشته باشید و اوقات بهتری در انتظارتون باشه. این چی میگه؟ Low network connection, record video. Why? بله. Go live. ما که live بودیم. در صورت دوستان عزیز، متاسفانه در این منطقه‌ای که ما زندگی میکنیم، یک جوان 25 ساله ایرانی به دست پلیس کشته شد، پارک پلیس. و حالا ببینیم ایرانیان این منطقه تظاهراتی انجام میدن، شکایتی میکنن، یا بیچاره پدر و مادر این رو تنها میذارن. به دوستم علی نوشتم که اون که رفت، ولی وای به حال پدر و مادرش و واقعا مشکله. دوستان میگن که این آمریکا مثل، بذارید من اینا تنظیم کنم یک کم رنگ ما امروز. بله، try, record, finish. چشم، حتی شما بگید ما انجام بدیم. خب این که خیلی جالبه، هر کاری دلش میخواد این سیستم انجام میده. یه سیستمی رو ما جدیدن این ویکند گرفتیم، بعد گولای ببینیم حالا چی میشه. در هر صورت، بله، این جوان گویا که یا تصادف میکنه یا یه اشکالی پیش میاد، از کل ماجرا خبر ندارم. و متاسفانه بعضی وقتا مثلا میبینی طرف یه مقداری مشروب خورده، برای که چیز نشد فرار میکنه، گویا فرار کرده از دست پلیس یا از صحنه تصادف، هر چی، پلیس رفته دنبالش. بعد از 6 مایل اینجام که اینها وحشی و با اسلحه کشتنش، ضمن اینکه این بنده خدا مسلح نبوده. و گفتم باید صبر کرد ببینیم که الان ایرانی ها چه کار میکنن، چه خبرهایی میشه. یادم آقای شهرام همایون 2-3 هفته پیش از اینکه مغازه رو ببنده و بره سوپرمارکت باز کنه توی یونان، میگفت که 100 نفر جمع بشیم، یادم هم نیست درباره چی بود، بریم واشنگتن تا اینا بفهمن که ما ایرانی ها چنینیم چنانیم. خواستم بگم خب توی منطقه واشنگتن 100 نفر نیستن که شما میخوای 100 تا پیرپاتال از کالیفرنیا برداری، بیچاره پادرد کمردر بیاری اینجا. در صورت من اون چی میدونم اینه که کارمون خیلی خرابه و باید یک کاری انجام داد. حالا یه نفر مثل من میگه کارمون خرابه که شما توجه کنید، یه نفر مثل آقای خسرو بهرامی میگه که نگو کارمون خرابه، بگو انشالله بهتر میشه. اوکی، انشالله بهتر میشه. دوستان، آقای احمدی نژاد دیروز یک خبری پخش شده بود روی اینترنت ها که خامنه ای دستور داده به اصطلاح چی میگن، قوه قضاییه، که این آقا رو بگیرین. در 2 هفته گذشته خیلی فحاشی کرده و اینها. ما هم چون دوستمون آقای آریانپور این رو فرستاده بود و نوشته بود خبرگزاری فارس، فکر کردم ایشون چک کرده. متاسفانه وقتی پخش کردیم، یا خوشبختانه، مجید نوشت که آقا این خبر دروغه و به اصطلاح کپی تکذیبش رو هم فرستاد. از ایشون ممنونم، منم اون خبر رو برداشتم ولی کپی تکذیبش رو گذاشتم. و گاهی وقتا میگم خود ما هم دوچار اینجا میگن چی؟ رشنال یعنی منطقی فکر کردن و تصمیمات درست، ایرشنال یعنی با عجله و تصمیمات نادرست گرفتن احساساتی میشیم. مثلا خوشحال شده بودیم که حالا احمدی نژاد بلایی رو که به سر دیگران آورده بود، حصر خانگی و نمیدونم اینها، حالا به سر خودش میاد. کسی که توییتر و این سایت های به اصطلاح اجتماعی رو مردم بسته بود، حالا خودش اذیت میشه. ولی به نظر میرسه که نه، هنوزم اونو آزاد میذارن که یاقی باشه. امروز ساعت 3 بعد از ظهر شما رو میبرم آلمان، اونجا میشه ساعت 9 بعد از ظهر، با یک همشهری عزیزی صحبت میکنم که من احتمالا با یکی از فامیلای اینا همکلاس بودم. من با آقای غلامرضا عبداللهی همکلاس بودم در هنرستان. میشه گفت وقتی که ما همه پسر بودیم و
به اصطلاح می رفتیم هنرستان، این بند خدا مرد خانواده بود چون پدرش فوت شده بود و خودش با کار کردن و آمدن اونجا هم درس می خوند، هم توی یک شیشه بری کار می کرد و اینها. یادم خونهشون توی خیابون قاآنی بود نزدیک های مدرسه حاج قوام و آدم نازنینی بود، درستکاری بود، انسان شریفی بود. این آقای عبداللهی را من یه چند تا از ویدیوهاشون رو دیدم و اینها، خواستم درباره زلزله و درباره کمک رسانی و امداد و هلال احمر و اینها با ایشون صحبت کنیم و ببینیم که ماجرا به چه صورته. در اصل اگر شما اون نامه، به اصطلاح نامه‌ای رو که میگفتن خامنه ای نوشته به قوه قضاییه دیدید، اون قلابیه، ولی نامه احمدی نژاد به خامنه ای که در اون گفته مقام های قضایی در انظار عمومی متهم هستند. میدونید که تو آمریکا هم همین هست، انظار عمومی به هم پابلیک ویو یا پابلیک کورت هم بهش میگن، در دادگاه های مردمی میگه که مثلا یه خبر رو پخش میکنن، قبل از اینکه بیچاره بره به دادگاه اصلی، تو دادگاه مردمی، تو مهمونی ها، توی خیابون اینها محاکمه شده، یعنی متهم شده، محاکمه شده، بعض وقتا مجرم شناخته شده و این کار درستی هم نیست. آقای علی ترابی یک ویدیویی برای من فرستاد، ویدیوی جالبی بود و نمیدونم شما هم دیدید یا نه، بذارید حالا بهتون نشون بدیم. این یک ویدیویی از شرحال آقای رضا پهلوی که من بهش میگم رضا پلوی، رضا تنبل، و ببینیم که اینجا چی نوشته. بله الان عکس این آقا را فرستادن. پلیس آمریکا یک ایرانی را با شلیک 3 تیر به سر او کشت. این دیگه خیلی بده. میدونید این وقتی تیرای اینجوری میان میزنن به سر طرف، منظورشون اینه که اینجا بهش میگن یعنی مثل چی میگن اکسکیوشن مردر یا شودینگ، میان بالای سر طرف. معمولا این خاطیا این کارو میکنن، این گروه های مافیا و اینها این کارو میکنن. ممنونم از آقای عزیزان که اطلاعات فرستاد. بله این جوان هست، آقای بیژن قیصر، یک جوان 25 ساله ایرانی توسط پلیس آمریکا کشته شد. پلیس 3 تیر به سر او شلیک کرد. بیژن قیصر متهم بود که صحنه تصادف را ترک کرده. گزارش رسانه‌های آمریکایی حاکی از آن است که بیژن قیصر بعد از 6 مایل رانندگی خودروی خود را مقابل یک بانک متوقف می‌کند و بعد از متوقف شدن خودرو پلیس به سر او 3 بار متوالی شلیک می‌کند و او را می‌کشد. دوستان اینجا همان آمریکایی هست که خیلی ها در حسرت آمدن به آن، اجازه بدید، با آمدن به آن هستند. اینجا پلیس به راحتی آدم می‌کشد و تقریبا هیچ مجازاتی هم آدمکشی در پی ندارد. در بسیاری از موارد این چنینی پلیس خاطی آدمکش نهایتا به چند هفته مرخصی با حقوق فرستاده می شود تا به اصطلاح آنها آب از آسیاب بیفتد. بیژن فارغ التحصیل رشته حسابداری بود که تا دیشب زنده بود ولی اکنون زیر خاک است. این واقعیت زندگی در آمریکای آزاد است. بله گویا این اتفاق 10 روز پیش افتاده و وقتی که به اصطلاح به ایشون شلیک کردن، احتمالاً بردنش به بیمارستان اینها و اونجا هرچی تلاش کردن نتونستن این جوان رو زنده نگه دارن و متاسفیم، واقعا متاسفیم برای پدر مادرش. ضمن این که دوستان باید از این تجربه های تلخ به اصطلاح یه چیزی یاد بگیریم. اگه تصادف میکنیم باید اونجا وایسیم. حتی اینجا یادمون میدن که وقتی پلیس میاد شما دستتو اینجوری بذار رو داشبورد یا دستتو بالای فرمون بذار، تکون نخور. وقتی بهت میگه گواهی نامه و اینها، بهش بگو که میتونم گواهی نامه از جیبم در بیارم، چون اگه اینجوری کنی چند تا آمریکایی رو کشتن و اینا حالا خداییش اینا گردن سرخ هستن، ردنک هستن، ولی شغل خطرناکی دارن. بارها بهتون گفتم اینا وقتی جوونن و تو مدرسه هستن و اینها، خیلی هاشون تو مدرسه کتک خوردن از افراد دیگه، بعد میگه من برم حالا پلیس بشم پدرشو در بیارم.
خیلی هاشون این فیلم های پلیسی رو که میبینن اون حالت ماچو نمیدونم قلدر بودن به هر کسی فرمان دادن و این لباس و اینجور بستن و اینجور راه رفتن و اینها باعث میشه برن. بعد یه مدتی که میرن اونجا اون جوش و خروش و شادی و نمیدونم اینها میفته، شبها بیخوابی، نوبت، کشیک، جاهای خطرناک، تو تاریکی وایسا. وقتی هم میری یه نفر رو نگه میداری میخوای بهش جریمه بدی، نمیدونی که یه الان به جای گواهینامه تو صورتت به اصطلاح با تفنگ شلیک میکنه یا نه. و اینجا متاسفانه یا خوشبختانه همه اسلحه دارن. یه جایی این باعث میشه که اون طرف مقابل بترسه. چند مدت پیش تو کالیفرنیا اینا هم بود، یه آقای اتفاقا قیافش چاینیز بود و یه نفر رو کشته بود، میگفت من برای جون خودم نگران بودم و بعد پلیسای دیگر هم آوردن گفتن بله این تو این شرایط حق داشته شلیک کنه، در صورت چه باید کرد من نمیدونم. اینو تلویزیون های ایرانی گاهی وقتا به جایی که همش فوش بدیم با آخوند همش بیان چی کنیم، مثل من مثلا داستان تکرار مکررات رضا تنبل و اینا رو بگم، گاهی وقتا بد نیست یه سری آموزش این چیزایی رو که چگونه توی این جامعه خودمون رو از مهلکه به اصطلاح نجات بدیم، اگه اتفاقی افتاد چگونه بتونیم باهاش به اصطلاح به خوبی روبرو بشیم که بعد اون دنباله بدی برامون نداشته باشه. در صورت تسلیت میگم به پدر و مادر این بیچاره و نمیدونم حالا میشه بگیم ما رو در غمتون شریک بدونید و امیدواریم که این اتفاق برای دیگران نیفته. بریم سراغ ویدیویی که آقای علی ترابی برای من فرستاده و نوشته که من جوانی هستم تقریبا 60 ساله. این رو با هم تماشا کنیم ببینید که چقدر آقای رضا پهلوی زحمت میکشه. هر کسی این ویدیو رو درست کرده کار قشنگی به اصطلاح ارائه داده، بعد ورداشته به اصطلاح عکسایی رو که معمولا همه جا نیست و اینها گذاشته از رضا پهلوی و خانوادهش. و زیر این ویدیو هم اجازه بدید کامرای سه رو بهتون نشون بدم، زیر این ویدیو هم نوشته سلام رضا هستم، تقریبا 60 سالمه، توی این 40 سال هیچ گونه شغلی نداشتم تا تمام وقتم رو صرف مبارزه سیاسی، تو پرانتز نوشتن 12 تا مصاحبه با شبکه‌های خارجی و 4 تا جلسه پرسش و پاسخ کنم و تمامی مخارج میلیاردی زندگیمو مامان جونم اینجا اجازه بدید ببخش این رفت رو 2 ثانیه حالا یه میپره آف بله. خلاصه زندگی میلیاردی رو مامان جونم همون فرح میده و کلن مشغول لاکچری یعنی زندگی های خیلی طبقه بالا، لاکچری و عکاسی و کازینو رفتن و هنر و عشق و حالم و مایه ننگ خاندان پهلوی و مایه ننگ رضا شاه کبیر و آریامهر هستم و یه مشت پیرپاتال اینجا نوشته گوساله 40 سال فلاری طرفدار من و 40 ساله چمدوناشونو بستن تا من ببرمشون ایران، بریم ایران و شاه باشیم. ببخشید یک ماشالله ماهی جون 57 چقدر ریخته به هم فارسیش، نوشته چقدر پول دزدیده که 40 سال هیچ گونه شغلی نداشته، دست به سیاه و سفید نمیزند ولی شاهانه زندگی میکند. باز زیرش ادامه داده پوفیوزهای سلطنت طلب این سلطنت طلب این 16 تونه شما و 16 تون که هیچ گونه نمیتونی هیچ ببخشید من بذاری براتون فیلمو نشون بدم بهتر و رسیدن به آزادی و برابری کامل برای همیهنان هم چیزی که واقعا مستحقش هستن و مسلما خیلی بیشتر از وضعیتی که در حال حاضر دارن. در واقع شغل من مبارزه سیاسی برای آزادی بوده در این سالها. آقای پهلوی برای این شغل درآمدی که ندارید، من منظورم درآمدتون از چه راهی به دست میاد؟ نه خب درآمد که نداره، به هر حال هر کاری آدم بتونه بکنه در حد توانش انجام میده و من خوشبختانه با کمک خانواده‌ام تا بال تونستم لااقل زندگیم بگذره برای اینکه بتونم تمام وقتمو بذارم برای این کار سیاسی. یعنی همسرتون شاغل هستن آقای پهلوی؟
خیر، همسر من البته مدتی کار میکرد ولی به طور کلی در حال حاضر نه، فقط ما در حال مبارزه هستیم و بیشتر هزینه ها رو با کمک همیهنانی که خب کمک میکنند در هزینه ای و خانواده خودم، خصوص مادر خودم که تا به حال من رو کمک کردن تا اینکه من بتونم تمام وقت به این کار بپردازم. خسته نباشید، از مامانتون پول میگیرید تا زحمت مبارزه رو تمام وقت انجام بدید. بله، یادم قدیما همسرش کار میکرد، خانم یاسی یا هرچی اسمش هست، ولی بعد دیگه فکر کردن چرا کار کنیم. خود این آقا که میگه مردم کمک میکنن و مادرم، مادرش با ضیاء آتابای مسابقه کرده تو فرانسه، اونجا میگه من که پولی ندارم، گاهی وقتا در یخچال باز میکنم، خوراکای مونده میخورم، بعدم مردم کمک میکنه. و خیلی جالبه، مردم به اون کمک میکنن، اون به رضا پهلوی کمک میکنه. خود رضا پهلوی توی مصاحبه با آقای کامبیز حسینی گفت ما 62 میلیون دلار، که آقای انصاری گفت دروغ میگه، گفت چون اونجا گیر افتاده گفته 62 میلیون دلار و این فقط یکی از رقم‌های پولیه که اینها آوردن. در صورت خسته نباشید آقای رضا پهلوی، بیچاره اونایی که طرفدار شما هستن. من امروز بعد از برنامه نوشتم جنبش ما هستیم به او گوزید. شیرازی ها وقتی به اصطلاح یه چیزی باطل میشه میگفتن به او گوزید، حالا این به آب گوزید نمیدونم از دست نماز و اینها میاد که با یه گوزی باطل میشد یا چی بود. در صورت گفتم جنبش ما هستیم که باطل شد، ولی جنبش ما رفتیم تأسیس شده. حتما کمک کنید، پول بدید که آقای شهرام همایون اگه میخوان توی یونان ویلای بخرن اینها، اونجا بتونن مثل آقای رضا پهلوی با طیب خاطر به اصطلاح مبارزات خود، که چه مبارزه، یعنی من و شما دیگه 20 سال گذشته رو میدونیم، چون 20 سال قبلش همه اومدن اینجا به فکر این بودن که کاری پیدا کنن، بچه هاشون رو مدرسه بفرستن. 20 سال بعد بود که یکم پولدار شدن و ازشون خوب شد، اون وقت فیلشون هوس هندوستان کرد و دوباره میخوان برن ایران و اینها، و میخوان برن ایران رو نجات بدن. جالب اینه آقا خانم، شما تو ایران بودید، شماها ایران رو به این روز انداختید، شماها بعد از 57 سال پادشاهی مردمی رو به اصطلاح به سطوح آوردید که اونها برن سراغ آخوندی که بهشون دروغ گفته بود. این هم از این ماجرا. دوستان عزیز، شما هم اگر از فیسبوک برنامه رو میبینید لطف کنید با دیگران شیر کنید. ممنونم از علی ترابی که این ویدیو رو فرستاده بود. همجور که بهتون گفتم ساعت 3 بعد از ظهر با آقای عبداللهی هستیم تا ساختار سازمانی هلال احمر، شرح وظایف بین المللی و این ماجرای زلزله. اگر زلزله واقعا دولت ایران زیر زمین یه کاری کرده بود، خب این شرکت ها و سازمان هایی که کارشون فقط زلزله به اصطلاح زلزله و تحقیق و زمین شناسی و اینها هست میگفتن. ولی یادتون باشه ایران اون کلمه که دنبالش میگشتم گسله، بهش میگن روی گسله یا روی خط زلزله قرار گرفته و تا الان شاهد بودیم چندین و چند بار اون زلزله طبس، زلزله کرمان، زلزله بوئین زهرا، و هم دوره شاه این زلزله ها بوده هم دوره شیخ. فقط بیچاره مردم، البته شنیدم یکی از دوستانی که از ایران تازه اومده بود گفت مردم تو ایران خیلی کمک میکنن و جدیدن یاد گرفتن. شاید یه دلیلش همین ارتباطات عمومی، تلفن ها، تلگرام، اینستاگرام یا حتی فیسبوک باشه. این هم از این ماجرا. و امروز چهارشنبه است، 29 نوامبر 2017، برابر با 8 آذر ماه 1396. اجازه بدید باز بریم سراغ این پرونده های روز و ببینیم دوستان برامون چی گذاشتن. واشنگتن پست میگه که slave auction puts the global spotlight back on Libya، میگه که حراج برده ها یا بازار برده فروشی در لیبی را افتاده. دوستانی که هی میگفتن چرا لیبی، چرا تونس لیبی تونس، ما نتونستیم، نتیجه احساساتی عمل کردن اینه. امروز لیبی که گویا قذافی پول آب و برق و دانشجو و اینها رو میداده، امروز در لیبی دارن مردان و زنان رو به عنوان برده و کنیز میفروشن. این هم از این ماجرا. میگن که CNN published
سل فون اند هیدن کامرا. بله میگه که یه گزارش رو که با تلفن‌های دستی ضبط کرده بودن و هیدن کامرا یعنی دوربین‌های مخفی اون رو نشون داد و این ماجرای اسلیو و اینها رو به اصطلاح عنوان کرد. حالا چه باید کرد نمیدونیم. این همه خبرهای بد داریم، بذارید یه چیزی رو که هم حالت طنز داره و هم حقیقت محض هست به شما اینجا نشون بدم. ممنونم از دوستی که لطف میکنه عکسای زیبا، نوشته های خوب و ویدیوهای خوبی برای ما میفرسته. اینجا نوشته که بذارید من اینو بیارم عقب‌تر ببینم شما هم میتونید بخونیدش. بله نوشته که ما به پول احتیاج داریم تا بریم دانشگاه. به دانشگاه و فارغ التحصیل شدن احتیاج داریم تا شغل پیدا کنیم. به شغل احتیاج داریم تا پول در بیاریم. بعد پایینش نوشته Who the hell designed this system؟ چه کسی این سیستم رو طراحی کرده که ما پول داشته باشیم بریم بدیم کالج، بعد کالج فارغ التحصیل بشیم بریم به اصطلاح سر کار، بعد از سر کار پول در بیاریم. همون اول اگه اون پولو همین آمریکا الان 2-3 ساله که دارن صحبت میکنن که این ماجرای کالج رفتن یک ضرر خالص. قدیما آمریکایی‌ها به همین خاطر هم هست که وقتی دیپلم میگیرن جشن بزرگی میگیرن. آمریکایی‌ها دیپلم که میگرفتن میرفتن سراغ کار و زندگی و ازدواج و اینها، بعد هی یکی یکی بلا فاصله بعد از دیپلم رفتن دانشگاه و اینها. الان جوانهای اینجا بیکار که هستن هیچی، و اینجا چون فرهنگش ایجاب میکنه که بچه ها 18 سالشون که میشه فوری خونه و خانواده و پدر مادر ول میکنن میرن با دوستاشون زندگی میکنن، یه خرج اضافی و اینها، الان دیگه نمیتونن اونجور زندگی کنن بر میگردن. ولی مشکل اینه فرهنگ اینها مثل فرهنگ من و شما نیست که ما از خدامون باشه که دخترمون با نوهمون نمیدونم پسرمون با نوهمون بیاد اینجا زندگی کنه. اینا مثلا سر عوض کردن کانال تلویزیون با همدیگه دعواشون میشه. نگاه کنید بارها توی این جادجودی نشون میده بابای پسرش یا دخترش آورده برای که یه ماشین کهنه ای رو که مال خودش بوده داده به دخترش، بهش گفته وقتی حالا میری سر کار مثلا باید هفته $100 بابت این ماشین بدی، یعنی از نرخ ماشین نو گرونتر قسطش باید بدی. خب اون بدبخت هم نمیتونه دیگه وقتی میره سر کار، بعد دوتا قسط که نمیده ماشینه رو ازش میگیره میاد سوش میکنه میاد تو دادگاه و اینها. یادمه چند سال پیش اولین موقعی بود که این به اصطلاح ماجرای چی بهش میگیم این ایربگ، کیسه هایی که به اصطلاح ایربگ تو ایران هم ایربگ میگن که توی ماشینا هست و وقتی تصادف میکنی اون باز میشه و اینها. من یادم وقتی میخواستیم ماشین برای پسرمون بخریم، ممکن بود ماشین خود من و همسرم ماشین های نوعی نبودن، ولی سعی کردیم یه ماشینی باشه مدلش بالا باشه که از این ایربگ داشته باشه. یعنی ما هم مقاممون اینه که بچه ها وضعشون خوب باشه. اینا میگه نه دیگه بابای من یه ماشین کهنه به من داد، منم یه ماشین کهنه به این میدم. و اینه فرهنگ و تفاوتش اینها. خب بذارید ببینیم که دیگه براتون چی گذاشتیم. میگه که اجتماع انسانها راندن عقل به سوی بدی و آسیب رسانی را آسانتر کرده. خوبی کردن و خوب بودن در عقل جای کمتر دارد. شما حتما دیدید آدمایی هستن که با دلیل و بدون دلیل، دلیلی که نمیشه، معمولا به حیوانا آزار میرسونن. حالا یه نوعش رو من اینجا به شما نشون میدم و خودتون قضاوت کنید. میگم بعضی وقتا آدم یه چیزای خوشحال میشه که همون موقع هم خوب نیست، مثلا آدم از زمین خوردن یه نفر، از آسیب دیدن یه نفر به اصطلاح خوشحال بشه، ولی اون کاری که اون طرف کرده باعث شده که ما از زمین خوردنش خوشحال بشیم. ببینید مثلا این آقا داره راه میره، معلوم نیست مال کجاست، مال اسپانیا است، مال ایرانی نیست در اصل. ببینید چه کار میکنه. یمهل ولا یهمل، یهمل ولا یهمل. میخواد اون کبوتر رو با پاش با لگد بزنه
از شانس بدش، شانس خوب اون کبوتر، تو بیچاره ترس رو کرد، جیغش رو زد رفت، ولی این پاش میره روی کاغذی، روی چیزی که یک آدم دیگه آشغال ریخته رو زمین و میبینید دیگه کله پا میشه. این کله پا خیلی چیز جالبی، یعنی پاد میره به جای کلت، کلت میاد به جای پاد. و اما اینه ماجرای درخواست رئیس جمهور سابق یمن از ایران. من فکر کنم این ماجرای رئیس جمهور ایرانه، نامه نوشتنش به آقای خامنه ای، ولی اونم براتون پیدا میکنم. اجازه بدید که اینجا بخونم. دوستانی که رو فیسبوک چی می‌نویسین، من از ساعت 3 به اونور میام سراغ فیسبوک. البته ساعت 3 با اون دوستون آقای عبداللهی خواهیم بود، بعد از ایشون حدود 15 دقیقه میایم با شما. ماجرای درخواست رئیس جمهور سابق یمن از ایران. میگه علی عبدالله صالح رئیس جمهور سابق یمن اعلام کرد که شخصا از ایرانی ها درخواست کردم که در ائتلاف راه بردی با یمن حضور داشته باشند، اما آنها قبول نکردند. بعد میگه که به گزارش فارس، رئیس جمهور سابق یمن امروز طی سخنانی به مناسبت روز استقلال این کشور اعلام کرد که معادلات منطقه تغییر کرده است و از کشورهای عربی عضو ائتلاف سعودی مانند مصر می‌خواهم که هرچه سریع‌تر از این ائتلاف خارج شوند. وی افزود از مصر می‌خواهم که از این ائتلاف خارج شود، اما امروز یا فردا سند و نامه مهم ملک فیصل پادشاه وقت عربستان به جانسون رئیس جمهور وقت آمریکا مربوط به جنگ 6 روزه اعراب و اسرائیل سال 1967 را منتشر خواهم کرد که در آن گفته بود، در آن نوشته بود که نیروهای مصری از یمن خارج نخواهند شد مگر اینکه اسرائیل غزه، سینا و کرانه باختری را اشغال کند و همین مسئله جمال عبدالناصر را مجبور به خروج از یمن خواهد کرد. رئیس جمهور سابق یمن با اشاره به اینکه اختلاف بین یمنی ها و کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس وجود ندارد، گفت با برادران خود در عربستان درباره جنگ یمن گفتگو خواهیم کرد و به جنگ پایان خواهیم داد، اما مسئله مسئولان یمنی هستند که از صنعا به عدن و از عدن به عربستان فرار کردند و از عربستان هم فرار خواهند کرد، زیرا غیر ممکن است که به مناطق و دیار خود بازگردند. رئیس جمهور سابق یمن با تاکید بر اینکه ایران در یمن حضور ندارد گفت جنجال برپا کردند که من گفتم موشک‌های یمن ایرانی هستند، ولی به خدا قسم من شخصا نه انصار الله از ایرانی ها درخواست کردم که در ائتلاف راه بردی با یمن حضور داشته باشند، اما قبول نکردند. من شخصا نه انصار الله. در اصل من نمیدونم حالا این ماجرا، اولا این که رئیس جمهور سابق میگه که نامه های دیگه میاره و اینها، خب اینا همش گذشته، امروز باید چی بگیم که یمن در محاصره بود و مردمش داشتند قحطی و به اصطلاح کشت و کشتار اونجا بود. و اما نمایش جدید در تلویزیون مردم، این دوستمون یک رقصی رو فرستاده که یه پدر بزرگی به نظر میرسه با نوه‌هاش دارن میرقصن. این رو من برای شما نشون میدم، امیدوارم که اگر شما دوستان جایی با دوربین تلفنتون فیلم میگیرید، لطف کنید و دوربین به اصطلاح تلفنتون رو افقی نگه دارید و اینجوری فیلم نگیرید. با هم اینو ببینیم و برگردیم. اینایی که چینی و اینا هستن، بله میدونم، یکی از دوستان نوشته نور زیاده، والا ما هیچ کاری نکردیم، ولی
این میگم گاهی وقتا وقتی با فیسبوک میفرسی خدا میدونه اونا چه فیلتری دارن چه دستگاهی. بله اینجا نوشته سوربی و نوه‌هایش. ممنونم، امیدوارم ما حال داشته باشیم مثل این دوستمون اینجوری برقصیم. و اما یک ویدیوی فرستادن، البته یه عکسی هم فرستادن که چون عربی نوشته من نمیفهمم، بذارید اون ویدیو رو پیدا کنم. نوشته عکس‌های بیشتر از مزرعه و تاجش، یا نه تاج که نمیشه، چیزی بدین. داره میگه که توی عربستان این بگی بگیری که راه افتاده و اون سلطان جدید به اصطلاح یه سری رو گرفته، حالا ببینیم چه ماجراهایی به اصطلاح دنبال خود داره میاره. یکیش این، بذارید ببخشید من اینجا اینم رقص نشون دادیم. آها، رئیس سابق مراسم دربار عربستان، یعنی همون تشریفات میگفتن دیگه عربستان، این شد. یا یه فیلتر دیگه بذارم، ببینید اینجا فیلترهای مختلف هست که میتونیم ما بذاریم، ولی این ببینید این نور چیز رو عوض میکنه، مثلا این فیلتر قرمزه، این همون تلقایی بود که میگفتن تو ایران اینجوری، نمیدونم خودش نور رو تنظیم میکنه، من باید دنبال یه تنظیمات بهتری بگردم. این یکی سبزه، اینا رو تو کار فیلم برداری میتونید جلوی چیزا قرار بدید، نورای مختلف، همینه که تو عروسی ها و اینا هم کنار دیوار میذارن با پروژکتوران، نورای قشنگی میشه. ببینید برای یه لحظه نوره کم میشه ولی دوباره برمیگرده به اون حالت، حالا سید شدیم همه چیز سبز. و بذارید ببینیم که دوستان اینا رو اگه بعدا روی یوتیوب نگاه کنید خیلی بهتره. ببینیم این یکی چی، این یکی دیگه خیلی آبی و چیز هست. بله نه فکر کنم همون معمولی بریم ولش کنیم تا بعد اینو بعدا آزمایش کنیم بهتره، دست بهش نزنیم. گفت حالا میخواییم زیر ابروشو برداریم میزنیم کورشم میکنیم، این ماجرای اینه دیگه. بله نمیدونم، نه ولش کنیم همونجوری باشه دیگه. شما منو میشناسی، یه عکس منو از روی فیسبوک نگاه کن، صدا هم از اینجا میتونی بشنوی. رئیس سابق مراسم دربار عربستان با بخشیدن مزرعه‌ای که به نام همسرش بود به دولت، آزادی خود را از هتل ریتز کارتون به دست آورد. فیلم این مزرعه را نشان می‌دهد. بعد به شوخی نوشته تقریباً به اندازه خانه شما در واشنگتن است. بذارید من اینم بهتون نشون بدم. و خیلی جالبه اینا وقتی که فاسد میشه حکومت و اطرافیان فاسدش رو هم میاره، اونا به همون یه مقداری که داشته باشن اینها قناعت نمی کنن، هی بیشتر و بیشتر، یکی به نام زنش میگیره، یکی به نام بچهش میگیره، یکی، یعنی همه خانواده رو. الان شما ببینید اینجا ترامپ خانوادهش چجوری واقعا مثل خر به اصطلاح گل فرو رفتن. این اون مزرعه یا خونه این هست، شاید بگیم باغ بهتر از مزرعه باشه. بله ببینید که از اینجا شروع میشه، حالا طرف با ماشین فیلم برداری کرده، ببینید چقدر هست. بله این همینجوری ماشین داره میره، دیوار رو هم میبینید که با رنگ‌های مختلف یا قسمت قسمت شده و باغ و مزرعه و احیاناً حالا اون پشت هم چی بهش میگن، اون آلاچیقا و ییلاقی که اونجا هست. ولی جالب تر از همش اینه که ایشون نوشته با بخشیدن این فارم، این مزرعه، این باغ به دولت، به اصطلاح این به نام زنش بوده، خودش رو از ریتز کارتون آزاد کردن. یعنی اینا وقتی هم میرن زندان، فقط زندان آقای موسوی و آقای کروبی نیست که در خانهشون به عنوان حصر خانگی هست، زندانای اینا هم، یعنی فساد همه دنیا یه شکله، چجوری میشه درستش کرد من نمیدونم. و حالا شما میخوای ذره‌بین بذار رو ایران، میخوای من ذره‌بین بذارم رو آمریکا، اون یکی ذره‌بین بذاره رو اروپا، این فایده ای نداره. دنیا باید یک کاری بکنه که کل این سیستم عوض بشه. این تشویق مردم که هی برو بیشتر پول داشته باش، برو بهتر داشته باش، از بین بره.
من این نامه رو گذاشته بودم که بخونم که نوشته دقایقی پیش مقام معظم رهبری دستور اجرای حکم حصر خانگی رئیس جمهور سابق و اینها. وقتی حقیقت من اینو خوندم گفتم بعید میاد این خامنه ای همچین املایی داشته باشه، ولی با همه اینا متاسفانه گذاشتمش هم رو فیسبوک خودم هم رو فیسبوک مردم تیوی. ولی ممنونم مجید آمد و گفت این دروغه و ورش داشت. در رابطه با اینکه ما توی برنامه ها گاهگاهی از دکتر بودن و اینکه همه ایرانی ها یا دکترن یا مهندسن و اینم یک چیز بدی توی فرهنگ ما راه افتاده و باید یه جوری جلوش رو بگیریم، و من گفتم من سعی میکنم دیگه به کسی نگم دکتر مهندس، آقا خانم خوشش نمیاد میخوام که نیاد. این یک شعری بود که در مملکت ما همه دکترن، اینو اینجا این دوستون فرستاده، بعد نوشته سوربی چیزایی که تو گفتی مثل اینکه این آقا شنیده و به صورت شعر در آورده. حالا نمیدونم بالاخره اگرم همچین چیزی بوده باز ما خوشحالیم که یک هم به اصطلاح قدمی برداشته شده. این آقایی که اینجا نشسته رامبد جوانه، اسم و فامیلش، ولی اون آقا رو من نمیشناسم و متاسفانم اسمش رو نگفته. برامون شعر خواهید خوند؟ به کتاب آوردین از خودتون؟ من دو تا کتابم آوردم که حال تقدیم شما کنم. یکیش اسمش از نشر اکاذیب و یکی هم اسمش دکتر بازی، جفتشون هم به حساب دکتر بازی و نشر اکاذیب. بله اینا جفتم شعر طنزم دیگه. تازه میشه برامون یه دونه از هر کدوم بخونید؟ هر چی بخونیم نداره؟ خاک ایران یک سر از دکتر پر است، هر که دکتر نیست نانش آجر است. ملک ایران سرزمین دکتران، انقدر دکتر نباشد در جهان. آبران هر خیابان دکترند، دانه های برف و باران دکترند، هم وزیران هم مدیران دکترند، بیشتر از نصف ایران دکترند. هر که پستی دارد اینجا دکتر است، دیپلم ردی است اما دکتر است. هر که شد محبوب از ما بهتران، هر که شد منصوب بالا دکتر است. هر که رد شد از در دانشکده یا گرفته دکتری یا دکتر است. شعر نو مدیون دکترها بود، تو ندانستی که نیما دکتر است. شاعر تیتراژ هامون دکتر است، مجری اخبار سیما دکتر است. آن که مثل آفتاب نیمه شب سر زد از صندوق آرا دکتر است. شاد باش ای دکتر آرای ما، دکترای جمله دانشهای ما، دکترایت نخوت و ناموس ما، ای تو افلاطون و جالینوس ما. این شعر دیگه ادامه داره دیگه، فکر میکنم وقتتون رو میگیره. نه چجوری بگیم؟ بگیم با حاله. در جهانی که پرست از نابغه، دکتری چندان ندارد سابقه. بی سبب افسرده ای غم میخوری، سرزمین ماست مهد دکتری. خط من وقتی شبیه میخ بود، ای بسا دکتر در آن تاریخ بود. این همه آدم که در عالم نبود، آدمی کم بود و دکتر کم نبود. من نگویم شاعران فرمودند، رخش و رستم هر دو دکتر بودند. گرچه باشد قصه ها پشت سرش، دکتری دارند ملا و خرش. ملا نصر صدر دکتراست. شاعران از رودکی تا عنصری، بیگمان دارند هر یک دوری. شعله های عشق چون گر میگرفت، آتشی در خیل دکتر میگرفت. عشق با دکتر نظامی قصه گو، عشق با دکتر سنایی رازجو. عارف شوریده دکتر مولوی، نام پایان نامه او مثنوی. حافظ و سعدی و خواجو دکترند، سرو قدان لب جو دکترند. وحشی و اهلی و صاحب دکترم، اینو یه شاعری به اسم وحشی داره. بله بله وحشی بله بافقی بله بله بله. و اهلی شیرازی. بله. وحشی و اهلی و صاحب دکترم، تاجر و دهقان و کاسب دکترم. بحث‌های جعل مدرک نانبوریست، بهترین سرگرمی ما دکتریست. عده‌ای مشغول دکتر سازی هست، عده‌ای سرگرم دکتر بازی هست. بسیار عالی. ما توی این فاصله سعی کردیم یک کم نور اینجا رو کم کنیم، ولی مثل که توفیری نکرد. این کلمه توفیر من هیچ وقت نفهمیدم از چی اومده، فرقی نکرد یه دفعه چطور میشه توفیر. در صورت
ایشون نوشته سربی شاعر شده. بله خیلی قشنگ گفته بود که همه دکترن همه مهندسن و اشکال کار ما هم همینه، کارگر نداری. و اما ازدواج ایرانی در امارات عربی، این رو هم ببینیم و بعد من ماجرای ماشین خریدن دیروز رو براتون تعریف کنم. اجازه بدین که این رو اوپن کنیم. بله اولا آهنگه که تم بندری داره و نشون میده اینایی که اونجا هستن حقیقتا همون اصلیت ایرانی هستن، حالا اگه تو اون کشورم کار میکنن عربی هم صحبت میکنن اینها، ولی اصلشون ایرانی بوده و نگه داشت. حقیقتاً یه جورایی آدم حالش میخواد بد بشه، چون همون موقع به این بدبختی فکر میکنه که چرا مساوات اونجا نیست. در صورت ممنونم، امیدوارم ازدواج اینها هم خوشبخت باشن و همیشگی باشه. بله میگه هر کس تصور میکنه دنیا همینطور خواهد موند، هر کسی تصور میکنه دنیا همینطور خواهد موند. این اتومبیل های چینی در نمایشگاه اروپا است. قبلا اغلب ماشین ها آمریکایی بود، بعد اروپایی به بازار آمد، ژاپنی ها همه را عقب زدند. آینده مال چینی هاست. اگر چین و روسیه و ایران واحد پولی طلا را که در نظر دارند بسازند، آمریکا و همه بانک هایش سقوط خواهند کرد. اکنون فشار بر کشورهای حوزه خلیج فارس توسط بانک بین المللی بسیار است که ارزش پولشان را از دلار آمریکا جدا کنند. اگر زیر بار بروند در نتیجه همه این کشورها شیخ نشین های چادر نشین در نتیجه همه این کشورها شیخ نشین های چادر نشین خواهند شد. نمیدونم، من فکرم از اون ور میگی به نفعمون میشه، ولی اینجا یعنی اون فقط ایران و چین و سون. در صورت این ماجرای عوض کردن واحد پول و اینها سال هاست که حتی یه بارم گفتن میخوایم ین ژاپن، یه بارم گفتن یورو رو میخوان به عنوان واحد به اصطلاح توی معاملات بین المللی، تا حالا نشد. ولی یه چیزی حالا در رابطه با پول و اینا صحبت میکنیم، در چند روز گذشته بیتکوین یادمه یه آقا رضایی بود، ایشون هم مثل ما پدرش کارگر و زحمتکش بود و به قول معروف we had so many things in common، ولی ایشون چون خیلی پولداره خیلی ترسوه. میدونید هر شما پولدارتر باشید ترسوتر هستید. فکر کنید بچه که هستید از هیچی نمیترسید، هی که بزرگتر میشید از جونتون میترسید، از مالتون میترسید، از پولتون میترسید. اینها بماند. این یه دفعه من گفت بیت کوین بخر اگر چیزی، گفتم بیت کوین چیه؟ گفت که پول دیجیتالیه. اگه اشتباه نکنم دوستان از ژانویه تا حالا 10 برابر شده و میگن که این ممکنه خطر برست یعنی پوکیدن، منفجر شدن. شما بالون یا بادکنک، ما شیرازی ها میگیم بادبادک، در صورت که شما به اون میگیم کاغذک. بله یه سوزن که بزنی بهش تب منفجر میشه میترکه، اینجا بهش میگن برست. و این همون حبابیه که منی که 30 سال تو آمریکا هستم تا حالا چند بار دیدیم اینو؟ میشه بگیم 2 بار یا 3 بار دیدیم. یه دفعش اون حبابای دات کام بود زمان کلینتون، یه بارش زمان جورج بوش بود که این خونه ها و اینها یه دفعه دیوونه بار میاد و چپ بالا و اینها، و خیلی ها خونه اصلیشون هم از دست دادن چون طمع کرده بودن رفته بودن. حالا بیت کوین هم تو این 2-3 روز گذشته هی دوستان من میگن آقا اگه پولی داری، گفتم آقا ما پول نداریم. ما ماجرای ماشین رو براتون بگم. اولا اجازه بدید از اینجا من اینو به اصطلاح خط بکشم که گفتم. بله
من میدونید مدت ها هست که ماشین ندارم، بعد چند تا ماشین کهنه خریدم، دیدم یکیش داخلش که میشینی بوی سیگار میده، یکیش داخلش که میشینی بوی آدم قبلی رو میده. هرچی هم اینا خواستن بوشو از بین ببرم موفق نشدم. بعد دیگه بالاخره گفتیم که خدا کنه آخر سال که میشه، اینجا معمولا آخر سال که میشه ماشینا رو حراج میکنن، خودشون هم تو آگهی‌هاشون میگن، میگن که ما ماشینای مدل مثلا 2017 رو 3000 دلار، 5000 دلار، حتی 10000 دلار ارزان‌تر میدیم که اینا برن تا جا داشته باشیم برای ماشینایی که درست شده تو کارخونه بیان اینجا بذاریم بفروشیم. من فکر کنم امسال اولین سالی هست که دیدم ماشین سال آینده رو قبل از اینکه هنوز چیز بشه دارن حراج میکنن و میفروشن. خب ما هم دیدیم که بیا بریم یه نگاهی کنیم. بعضی وقتا تو آمریکا اینجوریه، شما وقتی پول نداری ماشین کهنه بخری، معمولا چون 4000 دلار 5000 دلار نقد میخواد طرف، میری ماشین نو میخری، چون بهت میگن هیچی پول نمیخواد بذاری، ماهی 300 دلار بده 72 ماه 6 سال نصف بده. گفتیم خب رفتیم اونجا. وقتی هم میری اونجا، هر جا میری ماشاءالله ایرانی ها هستن. اتفاقا تو همین دیلرشیپ من سال قبل رفتم، اونجا یه آقایی بود به نام محمد بشردوست، اگه اشتباه نکنم توی برنامه ایم که وقتی اومدم یه مقدار درباره ایشون گفتم که ایرانی هست و اگه کسی میخواد چیزی بخره و اینا، ولی متاسفانه یا تجربه‌ای که ایشون داشته با ایرانی ها و اینها، یا میگم این بعضی وقتا تو تلویزیون بودن ما به ضررمون میشه، بعضی ها خوششون نمیاد از ما و متاسفانه اون خوششون نیمدن رو توی معاملات هم مثلا به کار میبرن، یا به هر دلیلی مشغول بوده، بیزی بوده و اینها، اونجوری که باید ارتباط برقرار کنه با مشتری که میره و اینها برقرار نکرد. ما سرانجامش این شد که ماشین نخریدیم، ماشین نوی هم که رفتیم دیدیم و اینها نخریدیم، گذشت. ولی دیروز وقتی من رفتم یه آقای جوونی بود، میدونید که جوونی هم نسبیه، ما روزی که خودمون 12-13 سالمون بود اگه 30 سال بود میگفتیم وای 30 سال این چقدر پیره، الان که 61 سالمون شده اگه کسی 40 سالش باشه میگیم ماشاءالله چقدر جوونه. ایشون 34 سالشه و دو سه تا حسن خوب داره. اولا 17 سال پیش که از ایران بلند شده اومده اینجا، موفق و درس خونده و اینها، ازدواج کرده، دو تا بچه داره، کمتر پیدا میشه بچه به اصطلاح آقایون 34 ساله که بچه داشته باشن، زن داشته باشن، اینها معمولا هی کشش میدن، میگن حالا موقع ازدواج نیست. ولی ایشون 3 سال توی این دیلرشیپ کار میکنه و اگه بتونم عکس کارتش هم نشونتون میدم یا عکس به اصطلاح فیسبوکش نشون بدم. و بهایی هم هست. دلیل این که من به شما میگم بهایی هست اینه که خودش به من ایشون گفت و بهایی ها به اصطلاح مخفی نمی کنن، اگه میخوافتن مخفی کنن که خیلی شغلای بهتری میتونستن بگیرن، دانشگاه میتونستن برن و الی آخر، ولی اینها با شجاعت میگن ما بهایی هستیم. و حسنی که داشت این معامله این بود که توی دیلرشیپ یه بازیای زشتی میکنن، هی میاد کاغذ مینیسه، هی میگه بگو تو چقدر میخوای آفر بدی، هی میبره هی میاره. این آقای شمیم، فامیلیش هم هست جابر، اینجا عکس هم گذاشته با خانوادهش، چون آدمی هست که خانواده دوست هست، عکس خودشو همسرشو بچه هاشو گذاشته، بهش تبریک میگن. امروز هم یه نصیحت برادرانه بهش کردم، گفتم تا اونجایی که میتونی با بچه هات وقت به اصطلاح صرف کن. ولی حالا اینجا وقتی میبینم روی فیسبوکش شمیم جابر، توی سر کار بهش میگن شان، اینجا همه اون مجبوریم اسم اون عوض کنیم، برای که این آمریکایی‌ها خیلی تنبلن، نمیخوان یه اسم یاد بگیرن و ایشون اسمشو گذاشته شان جابر. شیرازی هست، بهایی هست، یعنی دیگه نور علی نور. و وقتی ما با ایشون معامله کردیم و ماشین خریدیم و اینها، خوشحال از اینجا اومدیم بیرون، گفتیم بهش که شما چون دیل خوبی به ما دادید، ما هم یه مدت شما رو پروموت میکنیم. و جالب بود این بار به جایی که بریم خدمت اون آقای بشردوست، به شوخی به این آقای
شمیم گفتم که این آقای بشر دوست منو دوست نداره. حالا من شک میکنم، نمیدونم من بشر نیستم که منو دوست نداره یا یه اشکالیه. شمیم هم شوخی کرد گفت نه ایشون هیچ کسو دوست نداره. خب مشغوله خیلی، اونم آدم موفقیه. اونم پارسال که باهاش صحبت کردم دیدم 5-6 سال از ایران اومده ولی منیجر اون قسمت بود و اینا، الانم منیجر یوزکاره ولی منیجر دیروز یه آقای دیگه بود به نام مارسلو، یا به قول ایرانی ها مارچلو ماستریانی بود اون هنرپیشه. ما رو برد گفت آقا این میگه این قیمت، و بهش گفتم ببین من این ماشین رو انقدر میدونیم، وقتی ما ایرانی ها وقتی میخوام بریم ماشین میخوایم چیکار میکنیم؟ میگیم من برم ببینم اینا میتونن به من ماشین بفروشن، یعنی ما حقیقتا میریم که ماشین نخریم، یا میگیم که ببین اسلام شمس میگه ایرانیه وقتی میاد به اصطلاح این استندآپ و کمدی و اینها نگاه کنه میگه که من برم ببینم حالا این اسلام شمس که اینقدر ادعا میکنه میتونه منو بخندونه. نمیره از اصل آماده بشه که بره بخنده، میره بوق میکنه میشینه که ببینه این میتونه بخندونه نه. خلاصه بهش گفتم که ببین من چون این آقا هم جوونه هم آدم خوبیه آدم گلیه، من از اون چیزی که با خودم قرار گذاشته بودم امروز وقتی اومدم اونجا الان حاضرم یه مبلغی برم بالاتر، مبلغم نمیگم، دلیلش هم بهتون میگم، چون فردایی که شما میری ممکنه یه حراج بهتر باشه، ماشینی که شما انتخاب میکنی ممکنه یه ماشین بهتر باشه و الی آخر. در هر صورت اگر توی این منطقه هستی، اگه میخواین ماشین جیپ، ببینید اینا کرایسلر، داج، جیپ، رام، اینا همشون فکر کنم جنرال موتور میشن دیگه نه، فیر اوکس شانتیلی، این کارتیه که من از اونجا گرفتم، حالا وبسایتش هم بهتون نشون میدم اگه خواستید. میبینید ماشین 2018 جیپ برای قیمت مثلا 17000 دلار و اینها، بعد پشتش هم دوباره نوشته 500 دلار هم بهتون آپگرید میدیم و اینها. خلاصه ما از اونجا راضی اومدیم بیرون و به جای اینکه 5-6000 دلار بدیم یه ماشینی بگیریم که بوی صاحب قبلی رو بده و ناک ناک کنه و ما هی بترسیم که الان خراب میشه 200000 مایل روش باشه و اینها، هم ماشین قبلی من 219000 مایل مثلا روش بود، الان این 4 مایل روش بود، 5 مایل هم من با شمیم رفتم امتحان کردم و دور زدم و اینها. بذارید وبسایتشون هم بهتون نشون بدم، اگر میخواین ماشین بخرین و تو این منطقه هستید به نظر من یه سر به شمیم بزنید، فیر اوکس، گفتم چی؟ داج این شنتیلی، البته فیر اوکس این پایینه ولی اون صاحب این بیزینس یه زمین بزرگی رو اونجا خریده بودن که برای آتو پارک بهش میگن، و همه دیلرها میدونید اولا 30 سال پیش تایسنز کورنر و فالس چرچ بود، 7 کورنر، تایسنز کورنر، حدود فکر کنم 15-16 سال پیش اینجاها خیلی رونق پیدا کرد و اینها، اینا هم اومدن بالاخره ماشینای اینجا هم به اصطلاح دیلرای این آدمای اینجا هم ماشین میخوان و اینها. اینم وبسایتشون و من بهتون نشون میدم. بله ببینید الان اینجا نوشته حتی این ماشینای 2018 و اینها قیمتاشو نوشته، و بهتون گفتم با شمیم اگه معامله کنید میبره از منیجر همون اول خیالتون راحت میکنه، میگه آقا این چونه و اینا رو هم کنار بذارید ببینیم این ماشین رو شما میتونید به این چند بدید. ببینید دوستان ماشین نو جیپ 2018 حدود 15000 دلار 16000 دلار، خب البته نمره و تکس و این چیزا میاد روش، بالاخره شما 20-21 رو باید بدین، ولی بازم 4-5000 دلار زیر MSRP هست، MSRP Manufacturer Suggested Retail Price، به نظر من میارزه که به ایشون یه سر بزنید و بذارید من ببینم. کارتش هم ازش عکس گرفتم، حالا فیسبوکش هم نشون دادم، شاید اگه اینا اون آگهی رو هم که به کانالای دیگه اینا میدن برای ما بفرستن براشون چیز کنیم به اصطلاح پخش کنیم، چون آخر کار باز یه 800 دلاری به ما یه جورایی دیسکاونت دادن، دیسکاونت یعنی تخفیف. اینم از این، اگرم کارتش هم بذارید اینجا بیارم، عکسش گرفته بودم کارتش ولی نمیدونم چرا این تلویزیون این چیزه نمیاد، این کارت شمیمه،
اگر درست پیدا نیست تو فیسبوک، مخصوصا روی یوتیوب بعدن ببینید، شان جابر، شماره تلفنشون هست 703 961 9900، اکستنشنش هست 137، ولی سلفونش گذاشته که مستقیم با خودش صحبت کنید. سلفونش هست 703 479 8208. پس شد اسمش شمیم. بهشم گفتم ببین بنویس شمیم توی از این کد، بنویس شان، اینجا بنویس جابر. هر کسی به اسم شمیم بزنه پیدا میشه، هر کسی به نام جابر بزنه پیدا میشه، هر کسی هم به اسم شان بزنه پیدا میشه. و امیدوارم اینا وقتی میری بهشون بگید که آگهی شما، یا آگهی نیست، آگهی موقعی که کسی پول داده باشه. ما وقتی اینجوری پروموت میکنیم، به اصطلاح اگر یه کسی کارش ایراد داره میایم میگیم، اگه یه کسی هم کارش درسته میایم میگیم. من همین امروز که رفتم این ماشین رو برشتم آوردم، یه فروشگاه افغانی هست نون میپزه، الان شروع کرده یه سری چیزای خاربار و اینام، چایی و اینام آورده. و این حقیقت دوست، اینجا که نون میپزه نونو میده 99 سنت. همین نونه رو افغانی های دیگه وقتی میفروشن 1.9، 1.19، 1.29. آقا به دست ما ایرانی های خوش انصاف که میفته میشه 1.49، 1.69. یعنی من اگر اینجا 5 تا نون میخرم 5 دلار، وقتی میرم فروشگاه ایرانی نونه یه روزم مونده شده اونجا، 3 تا نون اگه بخرم، والا 3 تا هم بهم نمیده، چون اگه 1.70 باشه بله میشه 3 تا نون، باید 10 سنتی هم بزنیم روش. خب 5 تا نون کجا، 3 تا نون کجا؟ بله ممکنه بگه اون وینا هست، تایسنز کورنر هست، مکلین، اجارش بالاست، ولی این شانتیلیه و این مثل ویرهاوس. خب من شانتیلیزه، من اونجا نزدیکشم، من اینجا زندگی میکنم. در صورت شما بهتر از من میدونید، ما نمیخوام حالا دوستان ایرانی از ما دلخور بشن. بهتون گفتم مشکل تلویزیون های ایرانی اینه متاسفانه. اگر یه دکتری آمد تبلیغ کرد گفت آقا گوشت قرمز نخور نقرس میگیری، اونی که چلو کبابی داره آگهیش قطع میکنه. میگیم چرا؟ میگه آقا این چه تلویزیونه، این اومده گفته چلو کباب نخوری. میگم آقا کسی که به حرف این گوش نمیده، وقتی ماجرای چلو کباب باشه به حرف پیغمبر هم گوش نمیدن. در هر صورت نزدیک ساعت 3 هست، اجازه بدید که ضمن تشکر از شمیم و اون منیجرش آقای مارسلو بریم سراغ دوستمون که از شیراز هست. دیروز شیرازی، امروز شیرازی، خیلی دیگه شیرازی شیرازی شده. جدیدن اسکایپ جدید می‌نویسه که اسکایپ is not a replacement as a phone for emergency. میگه یعنی وقتی خونت آتیش گرفته نه یه حالا زنگ بزنی با اسکایپ به اصطلاح 911 و اینها، و ما اون کار را انجام نمیتونیم بدیم. در به اصطلاح پروگرام ما همچین چیزی گنجانیده نشده. ما معمولاً 1-2 دقیقه زودتر تماس میگیریم که بله اگر دوستان باشن اینجا هم جو جو جو. بله ببینیم که به به ارتباط برقرار شد. اولین باره که من نگران صدا و تصویر نبودم، دلیلش هم اینه که این دوستمون حالا یا هر روز یا هر وقت که برنامه تلویزیونی و اینها دارن، خودشون و دوستانشون به اصطلاح در کار ضبط و پخش و اینها هستن و کار پروفشنالی هم انجام میدن. دیدم که یک به اصطلاح مرکز به نام ایران ما اونجا هستن و با همکارایی که آلمانی هستن حتی و کسای دیگه اخبار و خبرها و اینها رو میگن به آلمانی، بعد به ایرانی هم آخر کار خداحافظی میکنن و میرن. حالا امیدواریم که اون برنامه ها رو ما بتونیم از تلویزیون مردم نشون بدیم، چون اینجا هم به صورت آلمان هم بینندای کمی ما نداریم. دوستان میبرمتون آلمان با آقای افشین عبداللهی که شیرازی هستن، سلام احوال پرسی میکنیم، بهشون خوش آمد میگیم و از ایشون میخوان که توی 1-2 دقیقه 3 دقیقه خودشون رو معرفی کنن که افشین عبداللهی کی هست، چرا امروز در آلمانه، تا
تا ما بعد بیایم و صحبتی داشته باشیم درباره این زلزله اخیر، امداد، امدادگری، کمک به دیگران و اون چیزایی که شما هم اگر احیانا میخواین توی فیسبوک مطرح کنید. ازشون خواهش میکنم بعد از برنامه به فیسبوک سری بزنه و با شما در تماس باشه. خیلی خوش آمدید، سلام خدمت شما و بفرمایید که آقای عبداللهی کیست؟ درود بر شما جناب سعودی، امیدوارم که الان بس صدا هم مشکل نداشته باشیم. همه چیز خوبه، بفرمایید. درود میفرستم خدمت همیهم عزیزمون، به خصوص بینندگان محترم برنامه شما و تلویزیونتون. امیدوارم که هر جا اصلا سربلند باشم. من افشین عبداللهی هستم و خدمتون که هر شبه همطور که جناب آقای سعودی هم فرمودن شیرازی الاصل هستم و خوشحالم که در خدمتون هستم امشب در این برنامه. البته به وقت اروپا شب هست ولی خب به وقت آمریکا در امروز در خدمتون هستیم و همینا از اون در ایران که مطمئنا شب هست. من مدت 4 سال است که از ایران خارج شدم، بالا بر 4 سال هست و مدت 3 سال و نیم شاید هم بیشتر هست که از زمانی که از ایران خارج شدم با توجه به عهد و پیمانی که با خودم بسته بودم که اگر به یک کشوری رفتم یا از ایران خارج شدم و به یک به قول ما اینترنت پرسرعت و بدون دغدغه و بدون فیلتر دست پیدا کردم شروع کنم و اون وظیفه رو که بعضا احساس میکردم در زمانی که در ایران بودم و این تلویزیون ها و به اصطلاح خبرگزاری هایی که معروف به خبرگزاری های لس آنجلسی بودن در ایران و چشم و دیدگاه و نگاه مردم به اونها بود و بعضا در انتهای شب کرکرا به پایین کشیده می شد، اگر به یک همچین موقعیت رسیدم سعی کنم که در حد توان و امکانم انعکاس دهنده صدای واقعی مردم ایران باشم و با اخبار صحیح و به قول معروف اطلاعاتی که دست میاریم آگاهی مردم و حتی اینجا به قول فرمایش شما خارجی ها را نسبت به ایران عوض بکنیم. از برنامه میراث ایران در تلویزیون ایران آگاهی شروع شد و مدتی بعد خود من به عنوان تهیه کننده برنامه ساز تلویزیون در خدمت همیهنان بودیم با برنامه ایران سازان و بیش از 2 سال هم در این برنامه فعالیت داشتیم تا اینکه تصمیم گرفتیم که در فضای مجازی احساس کردیم که شاید بشه بیشتر با مخاطبینمون در اصل در ارتباط باشیم. این بود که اخیراً هم برنامه ایران نما هست جناب آقای سوری عزیز، ایران نما که ندای مردم ایران به اختصار میشه نما یا هم ایران نما، از طرفی هم نما که خودتون بهتر از من هستین، استاد بودید و خودتون کسوت دبیری داشتید، میدونید که نما یعنی نشان دادن و به نمایش در آوردن. در اصل تلاش ما در این راستا این هست. الان هم که فرمودید در کشور آلمان هستید، سعی کردیم اخبار رو هم به صورت فارسی و هم به صورت آلمانی، دقیقاً همون اخباری که به صورت فارسی میگیم به صورت آلمانی هم ترجمه کنیم و دوستان عزیزانی هستن که در کشور آلمان دارن با ما همکاری میکنن و این اخبار رو به سمع و نظر همیهنان چه در ایران چه در خارج از ایران و چه در آلمان داریم میرسونیم و در تلویزیون اوپن کانال آلمان هم در حال فعالیت است. بسیار ممنونم. بعد شما 4 سال اومدید اونجا، ولی دیدم وقتی که اخبار و گزارشات رو به آلمانی میگید آلمانیتون هم خوبه. قبلا هم آلمانی میدونستید یا چون جوان هستی اینقدر زود یاد گرفتی؟ خیر قربانه، من آلمانی حتی فقط 2 کلمه یا ناین، این دوتا رو فقط بیشتر بلد نبودیم. وقتی که آمدیم اینجا مجبور بودیم که یاد بگیریم. البته آلمانی صحبت کردم من چندان تعریفی هم نداره، ولی خب تلاش خودمون رو داریم میکنیم. چون خودتون در آلمان بودید میدونید زبان نیست که به این راحتی یاد گرفت، از بود گرامرش و اینها خیلی واقعا زبان سختی هست، ولی داریم تلاش خودمون رو. بله، من 2 سال آلمان بودم و یادمه منم علاقه داشتم، کلاس رفتم و به شوخی میگفتیم حالا این ماشینه که میاد زنه یا مرده، اون همه چیزها رو باید مرد و زن و اینها بگید. و البته جالبه، خود منم اونجا که بودم دوستانی که 17 سال اونجا بودن بعض وقتا میومدن دست به دامن من میشدن که به عنوان دلمچر برم کمک کنم. و اون یک بدی که برای من داشت این بود که وقتی اومدم اینجا انگلیسی یاد گرفتنم رو یه مقداری ضعیف کرد، هم به دلیل اینکه سنم بالاتر بود، همین که میکس میکردم، قاطی میکردم. من به شما تبریک میگم، اون کاری هم که انجام میدید خیلی کار جالبیه، مخصوصا اینکه با زبان خود مردم باهاشون میگید که چی میگذره و چه اوضاع احوالی. شما شغلتون چی بوده؟ چرا اینقدر از امدادگری و اینها خبر دارید؟
خواهش میکنم. اول پاسخ یک فرمایشی که داشتید این که شما علتی که بهتر زبان متوجه میشه این بود که خب دبیر بودید و خود به خود گرامر فارسی رو وقتی بلد بودید مطمئنن یاد گرفتن گرامر یک زبانی خیلی براتون آسان تر بوده تا افراد عادی. از طرفی هم من خودم هم خب همکار بودیم یک جورایی با هم دیگه و چند سال من به عنوان معاون و دبیر در هنرستان بسیار فنی برق و الکترونیک در شیراز، البته شما در مدارس دولتی بودید ولی من در مدارس غیر انتفاعی فعالیت میکردم و خب این یک بخش من کمک میکرد خدمت میکرد شود. از زلزله بم هم که اتفاق افتاد من ترجیح دادم که در اونجا حضور داشته باشم ولی خب نه به عنوان یک نیروی تخصصی و آموزش دیده، اونجا خب سعی کردم در حدی که توان داشتم و بلد بودم فعالیت کنم. بعد احساس کردم که این کفایت نمیکنه، برای همین به سازمان امداد نجات شیراز که در اصل جمعیت لال احمر شیراز که سرای شیشه‌گری ای خاطرتون باشه در ابتدای محله لاینز به قول معروف میگفتن اونجا مرکزی شیراز است، در دفتر مرکزی و جمعیت لال احمر مرکزی شیراز در اونجا قرار داره، رفتم اونجا و ثبت نام کردم و خوشبختانه در عرض چند ماه به عنوان معاون تیم و بعد خودم تیم امدادی تشکیل دادم به عنوان فرمانده تیم های عملیاتی، تخصص کمک های اولیه تریاج دارم، همچنین جاده و تخصص آوار و خودم هم در این اواخر مدت 4-5 سال به عنوان مربی جمعیت لال احمر در قالب کمک های اولیه و امداد رسانی فعالیت میکردیم که این فعالیت هم به این صورت بود که حتی در کوچه ها نمیدونم در خیابان دیگه خدمت میکرد صورت تو بلوار چمران تو پارک آزادی هم پارک شهر خودمون اینجا ما برنامه آموزشی برای مردم داشتیم. دو سال در اصل دو دوره هم دو دوره 4 ساله هم به عنوان شورای اجرایی جمعیت از طرف خود بچه ها انتخاب شد. بسیار ممنون. پس اگر امروز ببینیم که مردم همکاری میکنن و کمک میکنن یه مقداریش هم نتیجه آموزش های افرادی مثل شما و دیگر دوستانی که قدم در این راه گذاشتن بوده و هست. بله دقیقا همین است که میفرمایید. البته نه من که عضو بسیار بسیار ناچیزی در این سازمان به این بزرگی هستم ولی خب واقعا وقتی آموزش من چون به رانندگان پای یک هم آموزش میدادیم به خاطری که قوانین براشون گذاشتم و حالا اون دفترچه‌های مسافرتیشون و اینها رو تمدید نمی‌کردن، خوشبختانه قانونی آمده بود و باید حتما دوره رو می‌گذروند. در این مدت مثلا من داشتم مواردی که ساعت 2-3 صبح یه دفعه می‌رفت تو جاده یک راننده اتوبوس زنگ می‌زد و مثلا می‌پرسید که الان من در یک حادثه در تصادف قرار دارم و الان باید چیکار کنم. خب از طریق تلفن بعضی‌ها جواب داده می‌شد یا اینکه بچه‌های کوهنورد رفته بودن غلط خاطرتون باشه که چه جای با صفایی هست اینها و متأسفانه یک خواهر برادر سقوط کرده بودن، دوستان و عزیزان ما که قبلا تو کلاس من بودن زنگ زدن و از یک ساعت و نیم من فقط از طریق تلفن داشتم باشون صحبت میکردم ولی خب متأسفانه حادثه بسیار دلخراشی شد. بله بسیار ممنون. غلط رو یادم هست و خیارشور غلط هم خیلی معروف بود. البته الان میگن خیلی از خونه های قدیمی و اینها رو درست کردن، همه رستوران و جای تفریحگاه و اینها شده. و بریم سراغ این زلزله اخیر. شما گفتید که در ماجرای بم هم بودید. ما میدونیم که ایران کلن روی اون گسل یا خط زلزله هست اینها، ولی نه فقط توی ایران، توی تمام دنیا این ماجرای دسیسه و ماجرای این که مخصوصا مثلا الان میگن ترکیه باعث میشه که اون ابرها نیاد به ایران بارون بیاد. و یه چیزی هم هست دوستان، هارپ HARP گوگل کنید، هست یه همچین چیزی ساختن دنبالش بودن که بتونن حتی در زمان جنگ های هوایی استفاده کنن، نه نیرو هوایی و فلان بره بمب بندازه، یعنی آب و هوا رو برای اونجا نامساعد کنن تا اون بیچاره ها به اصطلاح تلف بشن و از بین برن. شما نظرتون درباره این ماجرای زلزله در کرمانشاه چیه و مردم خب کمک کردن تا حالا، ولی اینجوری نیست که یه بار که کمک میکنن تموم بشه برن دنبال کارشون. پیشنهادتون درباره کمک های مردمی چیه؟ خدمتتون که اشارت جاست رو دید. ببینید زلزله یکی از بلایای طبیعی است که در اقصانوات جهان وجود داره، به خصوص در کشور ما که همونی فهمیدی برای خط زلزله است. ولی در از آزاد شدن انرژی از پوسته زمین، زیر پوسته زمین منجر به زلزله میشه.
و همطور که خودتونم بهتر از من میدونید که پوسته زمین به صورت یک پارچه و یک دست نیست و گسلهای مختلفی یعنی تکه‌های مختلف در کنار هم قرار میگیره و اینا میگن گسل. و کشور ایران هم که خودتون میدونید که دو سلسله جبال البرز و زاگرس رو داریم و از طرفی هم دقیقاً در کنار اونها به کویر میرسیم و هر کدوم از اینها گسلهای خاص خودشون دارن. همطور هم که اگه میدونید در تهران میگن دو گسل بزرگ قرار داره و احتمال بسیار زیاد برای زلزله وجود داره که واقعا هم هست و ما بیشتر آموزشی هم که در از به شهرستان ها میدادن برای این بود که اگر نیروی نیاز شد خدای نکرده در تهران بتونه از اقصی نقاط ایران اونجا بره. و خب این گسله ها هم در اصل وقتی حرکت میکنن در اصل به خود صورت سه نمونه هست که حالا بعضا در کنار هم حرکت میکنن، یعنی در کنار هم به صورت مالشی حرکت میکنن، یا گسله ها در کنار هم فرو میرن، یکی بر رو و یکی در زیر قرار میگیره و در اصل این حرکت گسله. حالا این حرکت گسله میتونه عوامل آتش فشانی داشته باشه در مثل در کشور ژاپن که خودتون بهتر میدونید، و دیگر عواملی که میتونه داشته باشه یک عوامل طبیعی و یکی عوامل انسانی. عوامل انسانی شامل چی میشه؟ عوامل انسانی یکی ایجاد تونل های بسیار بزرگ برای حفر معادن هست که هر جا ما بیشتر از این داشته باشیم، مثلا شما مثل کرمان رو در نظر بگید یا معادن بسیار زیادی که در ایران هست و هرچی عمیق‌تر و این گسلا شکسته تر میشه و عمیق‌تر فرو میرن در داخل زمین احتمال رو بیشتر میده. مورد بعدیش مورد همین انفجارهای اتمی است که این اصلا ردخورن. یکی دیگه از عواملش هم که جناب آقای صوبی شاید بعضا اصلا در نظر گرفته نشه از بین رفتن سفره‌های آب زیرزمینی هست که الان کشور ما به شدت دچار اون شده و خشکسالی‌هایی رو که می‌بینید، نشست زمین رو که ملاحظه می‌فرمایید، اینا همه عواملی هست بر این داستان. یعنی عامل انفجار هستی یکی از عواملی هست که اصلا گزارش شده و راجبش تحقیق شده، ولی این که آیا در ایران این اتفاق افتاده یا نیفتاده من در اون به اصطلاح جایگاه نیستم و در اون صلاحیت ندارم که بخوام راجبش اظهار نظر کنم، ولی عوامل هستی و انفجارات هستی یکی از عوامل بسیار مهم انسانی هست که در ایجاد زلزله و شکستن گسلها و آزاد شدن انرژی دخالت دارد. همینجا تو آمریکا هم این روش جدیدی که بهش فرکینگ میگن برای نفت و اینا رو به اصطلاح استخراج کنن باعث شده که یه سری زلزله ها اونم خیلی زیاد تو همون مناطق بیاد و باز به این نتیجه میرسیم که انسان یا بشر با دست خود زنجیر میسازد. دوستان یه نکته رو دقت کنید، این آقا که توی کار بوده و هست و اخبار رو دنبال میکنه به خودش اجازه نمیده 100% بگه این چی بوده و میگه من باید تحقیق داشته باشم، تحقیقات کنم، باید ثبت کنم. ای کاش ما هم از این دوستان یاد بگیریم و به اصطلاح بیگدار به آب نزنیم و خودمون رو به چوپانهای دروغگو تبدیل نکنیم. نظر من اینه که اگر انفجاری بود و کاری کرده بودن اینها، این سازمانها مخصوصا اونایش که آمریکایی هست اینجا، این رو حتما به اصطلاح عنوان میکردن و میگفتن و از این یک بهانه میگرفت این آقای ترامپ که بتونه حمله کنه. البته ترامپ به قول اینها سینیش خیلی پره، الان نورد کوریا دیروز باز کره شمالی دیروز یه موشکی رو که دیگه اینو بهش نمیگن موشک بین الملل بین کشورها، میگفت اینترکانتیننتال بین قاره‌ای آزمایش کرد و ترامپ هم اگه نگاش کنید مثل این آدم های یتیم بیچاره نشسته بود، دو تا صندلی این ورورش خالی و واقعا درماندگی تو صورتش بود، حتی نتونست صحبت کنه و گفت I will do something، یعنی من یه کاری انجام میدم. من ممنونم از شما آقای عبدالله دوست عزیز همشهری گرامی. مردم همچین موقع شور و هیجانی دارن همون اول کار، ولی بعدش میبینیم کم میشه. شما چه پیشنهادی میکنین؟ چه جوری میشه مردم رو دائم در حال کمک کردن نگاه داشت؟ حالا امروز زلزله است ولی گرسنگی بچه ها کم بود، مدرسه های خراب، مدرسه های بی سقف. دیدم یه جایی نوشته بود امروز بارون اومده مدرسه ما سقف نداره، ما تعطیل هستیم. البته ما خودمون دانش آموزای تخصی بودیم، بعضی وقتا تا بارون میاد از زیر آب میزدیم به سقف، میگفتیم که چکه کرده بریم خونه، ولی این بیچاره ها دوست دارن مدرسه باشن نیستن. شما پیشنهادتون به مردم چیه؟ چگونه خودشونو
همیشه در حال کمک کردن به دیگران و اون فلسفه ای که دستت میرسد کاری بکن یا تو نیکی میکنه در درجه انداز و اینا رو چجوری آموزش بدی؟ دکتر اگر اجازه بفرمایید ابتدا من یک مسئله کوچیک رو عرض بکنم، این که با توجه به عرضی که بنده کردم که من تخصصش رو در این حد ندارم یا صلاحیتش ندارم، اینه که بعد فرهنگ نمیدونم فردا میگن که اینا عامل جمهوری اسلامی هستن از این داستانا. من شاید یکی از مخالفترین این رژیم باشم، به خاطر همینم از ایران خارج شدم و خدمتتون که عرض جناب سربی عزیز، هر کاری یعنی میگفتن این فلانی این تخم میذاره یا به قول معروف بچه، میگفتن از این دنبوریده هر چیزی برمیاد، اینی که احتمال هر چیزی وجود داره و اصلا ردخور عرض کردم که نداره، باید که نگم اینها نمیدونم این داستان بهمون تصویر نشه. خدمتون که عرض شود در رابطه فرمایش کردیم، بزرگترین کاری که الان ما میتونیم بکنیم این که درس بگیریم از گذشتمون. یعنی این که من رفتم زلزله بم، اونجا دیدم که به عنوان یک آدم عادی فقط در حد این که مثلا یه سری کار کوچیکی انجام بدم توانایی دارم، پس میگرفتم که بیام شیراز و برم تو جمعیت لالعمل ثبت نام کنم و همین کارم کرد و سعی کردم خودم رو به فرماندهی تیم برسونم که اگر کمکاری در بین به اصطلاح مدیران سازمان هست، چون اگه ساختار جمعیت لالعمل رو نگاه کنیم که ساختار مردمی است، البته در جمهوری اسلامی نه، در سلیل سرخ جهانی در است جزء قوانینش است، و اگر اونجا بتونم بهتر فعالیت کنم، از طرفی هم اگر بتوانم وارد بخش اجراییش یعنی در واره به شورای اجرایی هم بشین که اتفاق هم افتاد. از هم وطنان عزیزم خواهش میکنم، واقعا عاجزانه در حد التماس بهشون خواهش میکنم که برن و حتما این دوره رو بگذرن، چون هر جا که برید این به دردتون بخوره، هر جای جهان باشید اینها یک سلسله بین المللی هست و یادگیری ضرر نمیکنه. پس آمادگی قبل و در حین زلزله که خب شرایط خودش رو داره که باید چیکار کنیم و آموزش‌های خاص خودش داره که در این مقال نمی‌گنجه و زمان اون کم. حالا میمونه بعد از زلزله. متاسفانه ما در هفته‌ها و روزهای اول بسیار داغ هستیم و زود هم تو که گرم میشیم زود هم سرد میشیم و هم میهنان فراموش میکنن. ما هنوز هم که به بند نگاه کنیم هنوز آباد نشده، چه بسا که ما هنوز آواره های جنگیمون هنوز سر سامان درستی هنوز نگرفتن به آبادان و خرمشهر که بریم. خدمتون که عرض، اینه که ما زود فراموش میکنیم، الان یه چیزی تلویزیون نشون میده عشق در چشمان حلقه میشه و مردم هجوم میارن، چنان هجوم میارن که بعد واقعا نمیشود این لوازم و امکانات رو ارسال کرد. یعنی من خودم با این مسئله واقعا درگیر بودم. از طرفی وقتی هم که میخوان یه چیزی رو بفرستن، اون در حد وس و توان خودش هست که تهیه میکنه، ولی اگر میومدن دست به دست هم میدادن، چهار تا آدم توی فامیل یا توی خانواده که میدونستن که میخوان کمک بکنن، یک قلم از اون کالای مد نظر رو تهیه میکردن و مثلا به جمعیت لالعمل میسپردن، اونها میتونستن در بسته بندی و ارسالش خیلی راحت‌تر عمل کنن. مردم ما نمیدونن، باور کنید ما یک کامیون 250 تا چادری رو برای زلزله شنبه در استان بوشهر که می‌خواستیم بفرستیم از ساعت 9 شب شروع کردیم، 5 صبح تمام شد. یعنی به این راحتی نیست که یه تعداد امدادگر شب نخوابن بیان اونجا و چادر بدن. پس این گرم بودن ما باید در اصل ولرم باشیم، نه داغ داغ باشیم نه سرد سرد باشیم، یعنی همیشه آماده این داشته باشیم. از طرف اون چیزی هم که میفرستیم باید به درد هموطنمون که اونجا هست برسیم، به قول من بخوره و علاجی برش باشه. به همین خاطر الان از همیهنان از اون خواهش میکنم، شما بارندگی رو میبینید، نایلون ها به صورت رول اگر بفرستید بسیار بسیار کمک بزرگی کردید، چون این بارندگی و سرما در این استان تا بعد از عید نوروز رو هم خواهیم داشت، مطمئنتون در مناطق کوهستانی هست. مورد بعدی گونی به صورت رول یا گونی به صورت گونی های بزرگی رو که ایاتون باشه در وارد گونی های شکری بود که اونها خیلی مقاومتشون بیشتر، اینها رو داخلش خاک میریزن و دور چادرها رو میچینن، گذشته از اون میتونه همین خاک چادرها رو بهش فیکس کنن، یعنی ببندن محکمتر میشه، مسیر جریان آبی رو که از بارون میاد عوض میکنن، نایلون های بزرگ میاد برای چادرها رو میپوشونه، خود چادرها یه سری کاور دارن، ولی جناب آقای سرگز این چادرها مقاومتی ندارن، چون من این چادرها رو اصلا نوع زدنش و یکی از تخصصهای خود من اصلا اسکان استراری بوده، آموزش اسکان استراری بوده، به همین خاطر این چادرها مقاومتی نداره، این برای چند هفته خوبه، نه برای اینکه این بنده خدا رو یک سال تو اون نگه دارن. ف
فرستادن کانکس به همین خاطر مهمه. توالت های صحرایی، ببینید الان بارندگی هست، ببینید وضعیت توالت ها چه خواهد بود با توجه به اینکه بعد از خرابی مسئله فاضلاب و فاضلاب های توالت ها و فاضلاب حمام دستشویی ها اینها در سطح زمین لوله همه ترکیده. و ببینید بعد از بارندگی چه اتفاق میفته، مرگ احشام و بارندگی و این احشام که هنوز به صورت اجساد احشام که هنوز نتونستن اینا رو از زیر خاک در بیارن، اینها شروع میکنه به بیماری های عفونی، وبا و هزار داستان. اینه که ارسال کمک پوشاک بچه مثلا شاید خیلی کمتر به این مسئله بپردن، نوارهای بهداشتی شاید خیلی کم به این مسئله به صورت دید داشته باشید همه، یا فقط بس آب رو مثلا در ابتدا مطرح میکنن، ولی از این به بعد باید اقلام رو به صورت خشک در اختیار اونها گذاشته بشه، اونها خودشون بتوانن مسئله پخته پزشون رو انجام بدن و زندگیشون به صلاح رو روال عادی برگرد. این از بعد روانی خیلی کمک میکنه. فرستادن اکیپ های حمایت های روانی، بچه‌ای که پدر و مادرش رو از دست داده، مردی که همسرش رو از دست داده، مثلا یه زن و بچه‌ش رو از دست داده و دیو تو بچه رو دستش مونده، این حمایت های روانی بسیار بسیار مهم هست از عزیزان و همکاران خوبمون در بود روانپزشکی و اون کلینیک هایی که دارن و NGO هایی که هست میتونن توی این مسائل شرکت بکنن و بود روانی بسیار مهم هست و همکاری و خدمت میکرد شبت گرم کننده، لباس های گرم، به خصوص لباس های گرم مثلا زیر که خیلی مهمه، چکمه. الان شاید خیلی اصلا بحث چکمه تو ذهنشون نباشه، ولی اگر بتونید چکمه مثلا برای اینها بگستیم، چون که همه گلالود هست، سطح زمین الان خراب هست و مخصوصا در روستا. بازم اگه سوالی هست من در خدمتم. بسیار ممنونم، خیلی ممنون که توی این به اصطلاح فرصت کم به دعوت ما جواب مثبت دادید. امیدوارم باز در آینده با شما باشیم. چند نکته بسیار جالب رو این دوست و همشهری عزیز من گفت. دوستان همون چیزی بود که بهتون گفتم، توی آمریکا هم وقتی اتفاق میفته اولین کار اینه که به اصطلاح نشنال گارد یا اون سپاه ملی میاد شهر رو امن نگه میداره. باز این دوستمون گفت هر کدومون یه جیان یه پیکان بر نداریم تر را بیفتیم بریم تو جاده هایی که بلد نیستیم، خودمون باعث تصادف بشیم. باز ایشون خیلی قشنگ راجع به این چکمه، راجع به پوشک، راجع به نوار بهداشتی، راجع به فقط فکر آب و نون نباشیم، راجع به اجساد این حیواناتی که اونجا تلف شدن، بعدن خود اینها باعث به اصطلاح عفونت و مرضهایی میشن که سالهای سال باید کاری کنن که بعدن همینجوری صدمه نزنه. در اصل ممنونم، فقط از شما خواهش میکنم اگر بتونید یه سری نوارایی رو که در این رابطه هست برای ما بفرستید، من مجانا از تلویزیون مردم به عنوان پابلیک سرویس اناونسمنت پخش میکنم، شاید کمکی باشه. چون دیروز با یه نفر که از ایران اومده بود صحبت میکردم و گفت آقا هر کاری میخواین بکنین ولی به هلال احمر ندین، چون هلال احمر میدزده. گفتم آقا همه دزد نیستن و اگر یه جایی دزد هست بعضی وقتا باید انقدر زیاد بدی که هرچی اون میدزده بعد باقیش بره به اونای دیگه برسه. بعضی از دوستان آقای عبداللهی دنبال این میگردن که بگن به دلیل این که فلانی دزده من کمک نمیکنم. شما پیشنهادتون به اونا چیه؟ من بهشون گفتم فامیلتون رو پیدا کنید، دوست مورد اطمینانتون رو پیدا کنید، بهانه نیارید که کمک نکنید، برید دلیل و بهانه بیارید که کمک کنید. شما چی میگی که از من جوانتری، شیرازی هم از من بهتر صحبت میکنی، بچه ابی وردی هم هستی، بگو عزیزم. ببینید سر تا سر کشور ما همه دوز نیستن، سران کشور، مدیران بالا، مدیران میانه، ولی اون امدادگری که من میدونم میاد، حتی پول پوتین که میکنه پاش میره توی عملیات شرکت میکنه، حتی اون لباس گرم میده زیری که رو اون کاور و لباس، چون فکر میکنی کاوری که تنشون هست واقعا مگر چقدر ضخامت داره؟ من خودم دیدم و شاهد بودم، بچه ها با همت خودشون و با هزینه چی به خودشون بوده که خیلی چیزا رو خریدن که فقط وقتی میره توی عملیات شرکت میکنه گرم بمونه. ببینید اینا بعضی موقع واقعا حرفایی است که ظلم میشه به امدادگر. ببینید من ردی بالایش اصلا کاری ندارم، میدونم که خیلی کارا میکنن. چرا؟ چون وقتی که میاد در سال 1000 خدمت 370 اصلاحیه که میاد و مثلا معافیت از گمرکات، سود بازرگانی، عوارض رو شامل هلال احمر میکنه، دست اینها رو برای هر کاری باز میکنه. همونطور که من با چشم خودم دیدم که چقدر دارو و تجهیزات و شاید چیزهای دیگر در قالب هلال احمر و با هواپیمایی که به اسم هلال احمر در عراق و کشورهای دیگه میره دارن میبرن،
این اصلا ردخور نداره، مطمئن باشین اتفاق میفته. ولی بخش دیگه اینه که همین عزیز ببینید اون بچه‌ای که اونجا دارن کار میکنن تو چادران میشینن، دیدی بعضن هیچ کدوم اینا حقوق نمیگیرن، هیچ کدوم اونا پول نمیگیرن، اینا مال سازمان‌های داوطلبان و امداد و نجات جوانان هستن که میان اونجا میشینن، اینا پول هم نمیگیرن، اینا از وقت خودش میذارن میاد اونجا مثل خودتون. پس اینا دارن تلاش میکنن و کمک به جمع‌آوری. جان سرگز ببینید یه سری چیزا هم نباید نادیده گرفت. وقتی که من فرمانی یکی هموطن میام و مثلا یه دونه آب معدنی یا دو تا آب معدنی میارم، نه یه شلو آب معدنی، اصلا نمیشه حملش کرد. ببینید شما از چادر میکنید جمع کنید تا ببرید داخل هلال احمر، اینا رو میکنن که یه پلاستیک پلاستیک دسته دوارا رو میارن، حالا بعضی هم یه لباس خریدی یه کادو خیلی قشنگ هم گرفته. خب این بسته بندیش اصلا امکانه بسته بندیش میدونید چند صد نفر نیرو فقط باید بیاد بشه اینا رو بسته بندی کنه، ولی وقتی یه کارتون مثلا کنسرو خریده خیلی راحت حملش هم آسون‌تره. ذخیره کردنش، حملش از طریق مثلا میدونی از شیراز بخواد مثلا به فرض بره کرمانشاه چند ساعت تو راه هست، بار زدنش و در انبار اونجا خالی کردنش. از طرف یک موقع مردم مازاد بر مصرف میفرستن، خب اینها در انبارهای هلال احمر جمع میشه، بعضی از اینها متاسفانه تاریخ گذشته میشن. تا میاد تاریخ گذشته بشه، هلال احمر بر اساس سیاست‌های خودش میاد و یک بخشی از اینها رو میفروشه و پولی که ازش به دست میاد باید در مقابل اون کنسرو یا مواد غذایی جدید با تاریخ مثلا برای 2 سال 3 سال تمدید شده باشه، یعنی مهلت داشته باشه در اصل اکسپایر نشه، اینها رو چیکار بکنه؟ در انبارها نگه داره. بعضا شاید مردم بگن حالا تاریخ گذشته رفته، اینها رو مطمئن باشین به خاطر اینکه عجله شده تلاش میخواستن بکنن، شاید بعضی موقع از زیر دست هم در میره. ایرانه دیگه، خودتون میدونید دیگه اتفاق میفته. بسیار ممنونم. پس آقا با ما در تماس باش و خیلی ممنون که این اطلاعات رو به من دادی. من یاد گرفتم همین مثلا ماجرای این که هلال احمر چرا بعضی از چیزها رو میفروشه، خب این منطقیه، یه چیزی رو که زیاد دارن یا داره باطل میشه بفروشن در عوض یه چیزی رو که کم دارن، یا اینی که اون نفری که لطف داره دوتا پلاستیک آب میخواد بیاره، این باعث دردسر میشه، وقت تلف میشه. اگر یه اینجا شل یا باکس اینجا بهش میگیم 12 تا 24 تا بیاره، اون راحت تر چیده میشه رو هم و الی آخر. دوستان چیزایی رو که نمیدونید سعی کنید کارشناس بیاد برامون توضیح بده. این ضرب المثلای ایرانی رو استفاده کنید، کار را به کاردان باید سپرد. من ممنونم از این جوانی که زلزله بم رفته کمک کرده، به خاطر اون عشق و علاقش به هلال احمر پیوسته و میشه گفت جوانیش رو داره خدمت میکنه. من به عنوان یه ایرانی از ایشون ممنون و متشکرم. امیدوارم در برنامه‌های آینده هم باز شما رو داشته باشیم. اگر صحبتی هست بفرمایید، اگر نه که خداحافظی کنیم تا اینکه با شما در برنامه‌های بعد باشیم. سپاسگزارم از مهر شما جناب آقای سوری، امیدوارم که تونسته باشه صحبت‌ها برای من کمکی هرچند ناچیز در راه یک آزادی ایران داشته باشیم و از طرفی هم در راه کمک رسانی به هم میهنان و آسیب دیدگان عزیزمون در استان کرمان. بسیار ممنونم. خیلی ممنون باز هم که با ما بودید. خوشحال شدم. دوستان عزیز، با آقای افشین عبداللهی بودم، با همین اسم روی فیسبوک هستن و کار کرده توی رادیو تلویزیون های مختلف، الان برنامه های خودش رو داره و اینا رو با دیدن با یک کلام خسته نباشید، به اصطلاح همون واقعا خسته نباشی رو خسته بودن رو از تنشون بیرون کنیم. من به نوبه خودم ممنونم از ایشون. بریم سراغ دوستان فیسبوکی. نوشتن که فرق گفتار شما آقای سوربی با روانشناس‌های ایرانی در آمریکا درباره آداب و رسوم و فرهنگ آمریکایی‌ها در این است که وقتی روانشناسان از آمریکایی‌ها حرف می‌زنن، این در ذهن فرد شکل می‌گیره که آسمان سوراخ شده و آمریکایی با فرهنگ بی همتایش بر زمین آمده. دوست عزیز یادتون باشه، خود منم خیلی از این آلمانی‌ها، هنوز آلمان تو مغزمه، خیلی از آمریکایی‌ها تعریف می‌کنم. تفاوت من با دیگران اینه که اگه اشکالی هم دارن میام میگم، مثل ایرانی. اینا هم بالاخره اشکالایی برای خودشون دارن و باید اینا رو هم گفت. و اجازه بدید من این تلفن رو خاموش کنم که اعصاب من خرد کرده، هی زنگ میزنن پیغام میذارن اینها. در هر صورت
یه دوستی که سالها به اصطلاح یه مریضی داشت، گفتم که این مریضی و خونریزی و اینها، حالا خبر دادن که بر اثر کنسر. این کنسر هم عجب به اصطلاح مکافات شد. در صورت ممنون و متشکرم. یکی از دوستان نوشته بود که آقای سوربی شما خودتون در این منطقه هستید و میدونید که ما این CIA این پایینه، و اگه یادتون باشه چند سال پیش یه آقای پاکستانی در CIA وایساد، صبح که اینا میخواستن برن سر کار شلیک کرد، چندین نفر رو کشت و زخمی کرد و اینها، بعد از پاکستان آوردنش رو اعدامش کردن اینها بمانه. این دوستمون به انگلیسی نوشته، اجازه بدین من براتون بخونم که چی میگه. میگه Here is what I think. این چیزی که به نظر من میاد. This young fellow was the unluckiest lawbreaker in the world. میگه این آدم جوان ایرانی بدشانس ترین آدمی بود که کار غیرقانونی انجام داد. پلیس in that area. میگه پلیس توی این منطقه، یعنی منظورش منطقه CIA و مکلین و اینها هست، very close to CIA headquarter، به دفتر اصلی نزدیک، خیلی نزدیک به اون دفتر اصلی و اینها، has order to shoot. به غیر از این دوستان، پلیس جاهای دیگه هم order to shoot به اصطلاح داره و ما میگیم چرا تو پاش نزد. پلیس قانونش این نیست. پلیس میگه باید اینو بزنی که دیگه نتونه، حالا چون زدی تو پاش اون باز با هفته این میخواد بزنه، اینجوری نیست. میگه has order to shoot if a vehicle doesn't stop. میگه اگه یه ماشینی وای نسه، اینها قانونه که شوتش کنه، شلیک کنن بهش. I understand about being scared after him and run incident. میگه من میفهمم که این چون جوان بوده ترسیده و فرار کرده بعد از این incident، تصادف و اینها رو میگن. But I wish he wouldn't let police chase. بعد میگم آرزو میکنم که اجازه نمیداد پلیس 6 مایل اینو دنبال کنه. آقا ترسیدی، حالا که پلیس اومد دنبالت وایسا دیگه. 6 مایل خیلیه، 10 کیلومتر تو بری هی پلیس هم دنبالت بیاد. بعد میگه که in that area I feel so bad for the family. میگه من خیلی متاسفم، احساس بدی دارم درباره خانواده این که الان تو چه شرایطی هستن اینها. It was just combination of bad luck. میگه این یک مخلوطی بود از کم شانسی این، بد شانسی این آقا، و and committing to not one major violation in the worst location. میگه بله شانسش این بوده که اون تصادف و اینها تو منطقه بدی اتفاق افتاده و اینها، و در هر صورت اون بنده خدا که بعد از چند روز نتونستن نجاتش بدن فوت شد، ولی واقعا خدا به پدر مادر ایشون صبر بده. و نمیدونه آدم واقعا همچین موقع نمیدونه چی بگه. و اجازه بدید تا من این نامه های به اصطلاح فولدر رو باز کنم و ببینیم که صدای این رو هم ببندیم، ببینیم که چه خبر هست. نمایش جدید در تلویزیون مردم بهای آزادی رو هم گفتم که نوشته رئیس سابق مراسم دربار عربستان، ولی من هنوز برای سؤاله که این چرا تو ریتز کارتون زندانی بوده اون آزادش کردن. اون رقص رو نشونتون دادیم، عروسی ایرانی ها در امارات عربی، اون شعر همه دکتر هستند و براتون پخش کردیم، و این ماجرایی که هر چند روزی یه زمانی آمریکا با صنعت اتومبیل سازی مخصوصا شماره یک بود، بعد ژاپن اومد زد اصلا داغون کرد ماشینای بزرگ آمریکایی رو، زد از بین برد و اینها. الان چین اومده، کره هم یه مدت کره هم اومده بود با این ماشینای هوندای و کیا و اینها، و امروز چین و روسیه. مثل که ماشین روسی هیچ وقت به جایی نرسید، ولی این نمایشگاه چین هست. اجازه بدید ببینم صدا عربیه یا فارسیه. بله عربیه. پس اجازه بدید که من براتون فقط تصویر رو پخش کنم و شما ببینید که این نمایشگاه اتومبیل، اینو میزنی اون قطع میشه، اونو میزنی این قطع میشه. یک آپشنی چیز گذاشته یوتیوب، اینم برای اینایی که سر کار هستن و دوزکی به اصطلاح نگاه میکنن
دوزکی نه، میخوان مثلا ارباب رجوع یا رئیسشون نفهم و اینها، این ماوس تو هر جایی که بزنی استاپ میکنه فیلم رو. حالا ما میان تو پروگرام اینوری میخوان بهش بگیم تصویر رو ببر اون و اونو استاپ میکنه، اینو تنظیم میکنیم اون قید میشه. روزگار غریبی است نازنین. بله، این آقا گزارش میده که این ماشینا رو ببینید در نمایشگاهی که ماشینای چینیز یا چینی رو آورده. یا تونه ماشینای قدیمی درش اینجوری باز میشد؟ یه فیاتایی تو ایران بود تو شیراز. يعني هالشركة الصينية هذه راح تنافس السيارات الأوروبية بقلب أوروبا. والله شيء عجيب. ما فقط سيارات بدون يعني ماشين سيارة ماشين سيارة. حاطينه كذا تحت. سيارة نوافذ. تعالوا الأوروبيين شيكوا مواطيرنا شوفوها. حاطينه. بعد دقيقة نمايش ماشين هسه توضيح ميده موتورش چيه باستلاب داخلش چيه. اي كاش اين دوستمون كه هم عربي بلده هم انجليزي بلده هم فارسي بلده نوار صدا هم میفرستاد برای اینها تا من همزمان پخش کنم. باورتون میشه من هنوز دارم اون به اصطلاح نواری رو که زیرش میخوایم فارسی بنویسیم روش کار میکنم و اصلا ببخشید اینو میگم یه جوری از خودم بدم اومد که چرا 7 دقیقه نوار اینقدر وقت گرفته و وقتی هم یه کاری انجام نمیشه شما اون شادی و خوشحالی رو نداری که این کار انجام شده، از خود دلخوری که درست کار نشده، مخصوصا اگر پرفکشنیست باشی. بله، دلیل سخنان قبلی گفتار عقل بشر میگه لطفاً 2 تا پاراگراف اول را بخوانید. با تک زبانی و فرهنگی تصور میکنن خیلی زرنگ هستن. من متوجه نشدم منظورتون از تک زبانی چیه، ولی جالب بود وقتی که شما اینو فرستادی و من دیدم که این وبسایت مال سازمان مجاهدینه، بهتون گفتم سازمان مجاهدین به دلیل اشتباهات مکرری که کرده اینجا ریپیتیشن خوبی نداره، یعنی سابقه خوبی نداره، به همین خاطر هر روز یه اسم جدیدی، هر روز یه سازمان جدیدی. مثلا اینجا میبینید نوشته که National Council of Resistance of Iran، مقاومت ملی ایران. آقا مقاومت ملی ایران کیه؟ خودتون هستین و خودتون، پس اسمشو بذارید مجاهدین. همه آمدن، حالا اگه همه ای هم بودن بعد یکی یکی دیدن نه آقا شما هنوز همون تروریست کار و فلان اینا هستی، بل کردن رفتن. پس اگه اونا رفتن شما فقط خودتون موندید، علی و حوزش. آقای گلن به اینا بگو عزیز من این کار نمیکنه. مردم تو زمان انقلاب هم میگفتن ما میگیم شاه نمیخوان، این نخست وزیر عوض میکنه. مردم میگن مجاهد نمیخوام، شما هی اسمش عوض میکنید. بعد آمده یه وبسایتی راه انداخته، دوستان نگاه کنید، انگلیسی، فرانسه، ایتالیایی، عربی، اسپانیایی، نمیدونم اون یکی دیگه چویپ، نمیدونم مال چه زبانیه، شویپ مال چه زبانیه، اینا رو گذاشته. به آقای گلن ترشیزی میگن آقا چرا فارسی نیست؟ میگه خب اینو گذاشته برای مقاومت ملی، برای مردم خارج. آقا ولمون کن آقای گلن ترشیزی، تو رو به خدا یه کمی به خاطر خودت، به خاطر خانوادت، به خاطر آینده بچت، اینجوری یه سازمانی رو هر کار غلطی میکنه شما موجه نکن. در صورت نوشته ایرانیان رژیم gradually expelled from Iraq import market، میگه رژیم ایران gradually یعنی تقریبا، ببخشید یعنی آرام آرام، آرام آرام اکسپل شدن یعنی خارج میشه، داره خارج میشه از بازار واردات چیز، بازار واردات عراق. بعد ایشون به من گفت که اگر میشه این 2 تا پاراگراف اولش رو بخون. بهش گفتم که شما خبر دارید که این وبسایت مال سازمان مجاهدینه، خبر دارید که این National Council of Resistance، مقاومت ملی فلان ایران، دروغی بیش نیست و همین مجاهدین هستن؟ دیگه ایشون جواب نداد، ما هم نخوندیم. در اصل ممنون و متشکرم. اجازه بدیم ببینیم این دوستان چی میگن. و ساعت 3:40 است، میگه که برنامه را امروز دیدم. میدونید دوستان زیادی هستن که برنامه را از روی یوتیوب میبینن. من حقیقتش اگه فیسبوک کوالیتیش اینجوری باشه و ما نتونیم نور رو تنظیم کنیم، بهتون گفتم بعضی وقتا شما میگید آقا فلانی با تلفنش فیسبوک پخش میکنه تصویرش هم خیلی خوبه. بله، برای که میگیره دستش با فیسبوک پخش میکنه تصویرم خیلی خوبه.
ولی ما سیستمی که اینجا داریم حالا باید از اون بگیریم بدیم به فیسبوک. اگه فیسبوک با سیستم‌های دیگه درست کار نکنه، به استقال عطاشو به لغاش میبخشیم و میگیم نخواستیم. دوستانی که میخوان، اگه ما انقدر برنامه‌مون جالبه که اونا میتونن به اصطلاح میخوان نگاه کنن، بعدن بیان از یوتیوب نگاه کنن یا مستقیم از تلویزیون مردم اونجا نگاه کنن، از مردم tv.com مستقیم نگاه کنن. اگه کامپیوتراشون اشکالی داره کامپیوتراشون رو رفع و رجوع کنن. اگه ادآن نذاشتن، اگر چیز نذاشتن، بگید پلاگ این، ادآن پلیر، نمیدونم فلان، ای خدا لعنتتون نکنه. در صورت این دوست ما برنامه رو بعد از یکی دو ساعت میبینه یا شب که میاد خونه میبینه، نوشته که امروز ظهر به همسرم گفتم لازم است که از این ترامپ احمق معاینه پزشکی به عمل آید. دوستان توی آمریکا هم الان خیلی از سرصداشون بالا اومده که این ترامپ شاید واقعا دروغ نمیگه، شاید از لحاظ مموری اشکال داره. مثلا کسی که الان دوباره اومده میگه که اوباما به اصطلاح توی هوایی دنیا نیومده و توی کنیا دنیا اومده. خودش آمد اون دفعه گفت اوباما توی هوایی دنیا اومده، پریود، یعنی نقطه سر خطی که تموم. ولی اینقدر مردانگی شهامت، اینقدر انسانیت، ببخشید نگید مردانگی، چون خانمهایی هستن که از من و شمایی که مردین خیلی هم انسان‌تر و اینها هستن، اینقدر انسانیت نداشت که عذرخواهی کنه از اوباما و مردمی که بهشون دروغ گفته بود. 5 سال گفته بود این چیز نداره و من مأمورم فرستادم، رفتن اداره ثبت احوال نگاه کردن، همچین آدمی به اصطلاح دنیا نیومده. بعد ماجرای این گندی که توی اتوبوس صحبت کرده بود، اتوبوس مال هالیوود اکسس یا همچیزی، اکسس هالیوود یه چیزی اینجوری، و اینو بعد اومد گفت که من اشتباه کردم و عذر میخوام و از زنش هم عذرخواهی کرد. زنش هم اومد گفت که حالا این الاغ توی نمیدونم رختکن همچین چیزی گفته، منم خب مجبورم به خاطر پول. زنش که همچیز نمیگه ولی حقیقت اینه، باهاش باشم و اینها. دوباره اومده میگه که اصلا این نوار نوار من نیست، این صدای من نیست. اکسس هالیوود اومده گفته که این صدای خودشه، این درسته که فیلم گرفته نشده. میدونی بعض وقتا برای منم اتفاق افتاده، دوربین ما روشنه، صدا ضبط میکنه، ولی مثلا درشو بستیم گذاشتیم کنار، فکر میکنیم خاموشه. به همین خاطر تصویر نداره، با وجودی که ویدیو هست فقط صدا داره. این آقا اومد عذرخواهی کرد و حالا بعد که انتخاب شده حالا میگه نه. نگرانی اینجاست که اگر یک کسی دادستان این مملکت، هر چی ازش میپرسن میگه من یادم نمیاد. خب اینو نباید سر کار بذارن. نگرانی اینجاست که اگه آقای ترامپ میاد میگه گود مموری، گود مموری، بعد یه چیزی ازش بپرسن میگه یادم نمیاد، دروغ میگه، این مشکل داره. امیدوارم همجوری که بنده با همسرم صحبت کردم به این نتیجه رسیدیم که این واقعا باید معاینه پزشکی بشه. شما ببینید یه نفر میخواد بره یه جای استخدام بشه معاینه پزشکی و فلان اینها، رئیس جمهور هیچ، میگن کاغذاشو بیار، 2 صفحه آورد، اونم دکترشو برید عکسشو بزنید، بنویسید دکترو بذارید من ببینم، ایمیج آف ترامپ دکتر، بذارید من بهتون نشون بدم عکس دکتر اینو، شما ببینید همچین ایمیج آف ترامپ دکتر، بیا نگاه کنید دوستان، این عکس هایی هست که از از دکتر ترامپ روی اینترنت هست. خداییش من و شمایی که خارجی هستیم اومدیم اینجا، امروز میخوام یه دکتر پیدا کنیم، اگر یه دکتری رو ببینیم با این قیافه، با این هیکل، با این اوضاع، آیا میریم پهلوش؟ این دکتر آقای ترامپ، بذارید بهتون نشون بدم، نگاه کنید، این دکتر آقای ترامپ، یا این حالا تو مطبش نشسته، خیلی هم قیافه پروفشنال گرفته، میدونم چشم چپ بودن و اینها هیچ اشکالی نداره، ولی شما نگاه کنید این دکتر رو، تو رو به جدتون نگاش کنید، این دکتر آقای ترامپ، این کاغذ نوشته ترامپ آدم سالمیه، هیچ جام ازش امتحان هوش و عقل و گوش و فلان که نخواستن، که فعلا افتادیم از سیری. بعد میگه که
که شما هم در همان ساعت در تلویزیون گفتید، در دقیقه 8 اشاره به شامورتی کردید. این از دو کلمه ارمنی شان به معنای سگ و وردی به معنای بچه گرفته شده که جمعاً به معنای طول سگ است. من تا امروز نمیدونستم شامورتی بازی در نیار یعنی طول سگ بازی در نیار. در دقیقه 37 اشاره به داشتن سگ و اسلحه نمودید که کاملا درست است. بله ممنونم، منم گفتم اگه یه جایی بنویسه اینجا اسلحه داریم یا سگ داریم، اونی که دوزه دوز کیه؟ دوزه آدم های مفتخوری هن که نمیخوان کار بکنه، نمیخواد صبح تا عصر بره کار کنه 80 دلار، میخواد بیاد یه چیزی رو بدوزه ببره بفروشه 100 دلار. در صورت نوشته که موافقه، ممنونم. در دقیقه 38 اشاره به خودمانی و علی ترابی کردید که کاملا درست است و این خاصیت ماست که بله متاسفانه اینجوریه، ولی در مورد کمک ابدا در قاموس ما وجود ندارد. خب اینا تازه اومدن، نمیشه ازشون انتظار داشت. بعد این علی هم فکر کنم دو سه روز یه بار خانمش تلفنش ازش میگیره پرت میکنه تو یا حوض آب یا توی جوی آب یا توی توالت که باید تلفن بخره. دو سه روز یه بار میگه من باید تلفن بخرم. در دقیقه 40 خیلی جالبه ها، این پتیک مثل وزارت ارشاد، مثل ساواک، مثل سازمان فرهنگ و هنر هم داره کجا بود اینا رو فیلم ها رو نگاه میکردن، اینا دقیقه به دقیقه فیلم های به اصطلاح برنامه منه که نگاه میکنه مینویسه که اینجا این، ولی این قسمت رو شما اشتباه کردید پتیک جان. نوشته که در دقیقه 40 فرهنگ حمید گفتید، حال آنکه امید است هرچند هیچ فرقی ندارد و جفتش نوشته یک کثافت است. نه عزیز من، من فکر کنم درباره یه آقای صحبت میکردم به نام حمید فرهنگ یا فرهنگ حمید، فرهنگ حمید، فرهنگ حمید که این آمد تلویزیون عصر ایران رو به اصطلاح تلویزیون چی بود سکوی اینا درست کرده بودن، اینو فروختن به آقای هوشیار ماشاءالله اسمم یادم میره، میخوام عوضی هم نگم، ماجرای اون بوده. ولی اگه فرهنگ حمید بوده و اینها اشتباهی گفته باشم فرهنگ حمید، شما درست میگی، میدونم ده خدا هست، فرهنگ حمید هست. در دقیقه 41 اشاره به قیمت خانه های سان دیگو کردید، قابل ذکر است که خانه زیر میلیون دلار اینجا به درد نمیخورد و نیست. دقیقه 43 کلمه خودخواه کاملا سزاوار ماست. دقیقه 51 کردیت کارت آن رستورانچی و کشیدن ماهیانه 16000 دلار آن هم چند ماه کمی اغراق و قلوف به نظر میرسه. آقا باور کن منم وقتی اون دوستمون داشت میگفت، وقتی که آمدم و فکرش کردم اینها همینو گفتم، گفتم حالا درسته که بعضی از این بیزینسمن ها اینقدر به اصطلاح کردیت کارتشون خرج میکنن، پول میره پول میاد داخلش که حساب کتابش مشکله، ولی 16000 دلار یه قلم بزرگیه، اونم برای یه رستورانی که نسبت به رستورانهای دیگه به اصطلاح آنچنان رفت آمدی نداشت، آنچنان رونقی نداشت. در صورت این قسمت هم با شما موافقم، ولی از این که تلویزیون ها کردیت کارت های مردم رو سو استفاده کردن و اطمینان را از بین بردن، توی اون هم شما شک نداشته باشید. بازم ممنون از پتیک عزیز و بریم سراغ این دوستون. میگه اینطور که شایع است امارات عربی متحده و به ویژه دبی این آشوب را در پاکستان آفریده. میدونید که پاکستان یکی دو هفته پیش گفت ما میخوام ایران رو از روی زمین برداریم. جالب، امروز صبح من میخواستم برم ماشین نو رو بیارم، یک اوبر گرفتم و راننده اوبر اومد اینجا با یک لکسس 450 هفت تا پسنجر داخل چرمی و فلان اینها. من سوار شدم گفتم آقا مطمئنی اومدی منو سوار کنی؟ چون ما از این ارزونا هم میگیریم کارپول. بعد گفت که آره. بعد پاکستانی بود، ایشون راجع به بهائی‌ها از من پرسید، من ازش پرسیدم آقا پاکستان چه خبره، گفت پاکستان همین مذهبی ها و ماجرای عربستان، گو عربستان پول میده به اینا و اینا آشوب را میندازن، میخوان دولت رو به اصطلاح متزلزل کنه. و اما این آشوب را در پاکستان آفریده، علتش این است که چین حساب کرده صادراتش به دنیا با قطار ارزانتر است. یک قطار ماه گذشته از چین به فرانسه فرستاده شد. این راهن کالاهای چینی را
به اغلب کشورهای سر راهش میرساند. خط دوم چین را به بندری در جنوب پاکستان وصل میکند. بدین صورت کالاهای چینی از آنجا به هر یک از بندرهای خلیج فارس و دریای عمان یا عمان و سرخ میرسند. این بندر چینی در پاکستان وضع بازرگانی دبی را خراب و فعالیتش را متوقف میسازد. بندر را هند آغاز به ساختن نزدیک چابهار کرده. این بندر کالاهای هندی را به همین ترتیب به کشورهای خلیج فارس خواهد رساند. هند در حال پیشرفت است و کالاهایش در بازار پخش می شوند و فردایی چون چین خواهد داشت. عوارض پرداخت شده به بندر دبی از مخارج کم شده و کالا ارزانتر به دست مشتری می رسد. خط سومی که در نقشه چین هست، این کشور را پس از گذشت از پاکستان، ایران، عراق و سوریه به دریای مدیترانه می رساند و کشورهای حوزه این دریا مستقیما کالاهای چینی را از بندر آینده در سوریه دریافت خواهند کرد. اکنون همه چیز ساخت چین به بازار ریخته شده، همه محصولات چینی شده اند. این نهنگ اقتصادی موجب توقف بازارهای بسیاری خواهد شد که یکی از آنها آمریکا و در نتیجه سقوط اقتصادیش است. آقا سقوط اقتصادی آمریکا تو سرمون بخوره، سقوط فرهنگی، سقوط هر چیزیش که بگی اصلا دیگه در رفته. اصلا شما یه روز نیست که اینجا، امروز مطلبات کردن بیرون و ایشون هم 20 سال توی داشته به خانما و دخترهای جوونی که اونجا کار میکردن دست درازی میکرده. و جالبه توی هالیوود این اتفاق افتاد، فوری طرف رو کردن بیرون. توی چیز فقط توی پالیتیک اون نمیدونم اون سناتوره، این رئیس جمهوره، اون یکی نماینده مجلس، مردی که 88 سالشه، 50 سال توی مجلس بوده، تازه این خانم پلیسچیه، خانم با آب و تاب اومد گفت حالا فعلا از اون کمیته، از اون مقام رئیسی کمیته میذاریمش پایین. گفتن این آشغال بنداز بیرون. باز دیشب یه خانم دیگه اومده میگه که من برای این کار میکردم تو دفتر و وقتی میرفتیم واشنگتن اتاق میگرفته، از این اتاقایی هست که شما وقتی با بچه‌تون هستید اتاق میگیرین، سویت در وسطش باز میشه. و این خانم میگه یه دفعه دیدم این اومد توی اتاق من. البته ببخشید دوستان، ما نمیخوام بگیم خانم‌ها دروغ میگن، ولی توی این هتل‌ها اولین کاری که شما میکنید وقتی میرید دو تا در میبینید، یه در رو باز میکنید میبینید پشتش یه در دیگه است، چیکار میکنید؟ قفلش میکنید، چون این دو تا قفل باید باز باشه تو با اینا به اصطلاح تو هم راه داشته باشه. در اصل دنیای خرابی شده، دنیای بدی شده. چه باید کرد من نمیدونم. شما میدونید چه باید کرد؟ تشریف بیارید توضیح بدید. این هم از این. و دیگه چی گذاشتم اینجا براتون؟ اون به احتمال زیاد آقای دکتر آبار جواب آقای آریانپور رو نخواهد داد، چون اینها فقط میان یه کمی حرف میزنن، روزشون بگذره و شبم با خیال راحت بخوابن، فکر کنن که کاری انجام دادن. بذار ببینم دیگه من اینجا، ولی اون کشتار توی مسجد مصر گفت که بزرگترین کشتار تروریستی مصر بوده. اینا همچین چیزی تا حالا نداشتن که 325 نفر تا اون روز، تا چند روز پیش کشته شده باشه. و اما دوستمون یه پیامی گذاشته بود پتیک، من اون روز نمیدونم پخش کردم یا نه، راجب آقای لاجوردی بود. بذارید ببینم نکنه اشتباه کردم پخش نکردم، چون نوشته بود برای من، گفتم پیام بذار. حالا ببینیم اگر هست دوبارم پخش کنین، حرفای پتیک جالبه. بفهم کاکو جان، صبح بخیر. برنامه روز جمعه را دیدم، پتیک هستم، همچنین گفتگو با آقای لاجوردی رو. این آقای باسواد دانشمند و آگاه را به لیست خودم اضافه کرد. او گفت طی 22 سال 54 کنفرانس داشته که از آنها فیلم دارد، ولی به علت نداشتن پول فیلم ها خراب می شود. پرسش اینجاست، البته از شما، شما که صاحب نظر هستید چقدر هزینه دارد؟ چگونه مردم حاضرن برای چند ساعت تفریح و غیر دادن پول کنسرت های آنچنانی بپردازن و کلی پول مسافرت و هتل بدن تا فلان کسک برایشان بکنه؟ اشاره کردن 30 مسئله بزرگ در کشور است که برای هر یک 3 کارشناس در نظر گرفته شده است، پس جمعاً 90 نفر.
در کنفرانس UCLA شخصی خواست از او در خارج از سالن چیزی بپرسد و ایشان گفت چون در آمریکا بود رفتم، ولی اگر اروپا بود نمی رفتم. آیا مسئله امنیتی بود؟ اشاره کردن سرمایه‌دار در خارج زیاد داد، ولی اعتماد از بین رفته. چگونه باید اعتماد دوباره به دست آورد؟ فقط صحبت کردن یا آستین بالا زدن و همت کردن؟ ایشان گفتن در کنفرانس ها بعضی اوقات 15 نفر در دو اتاق می خوابیدن و یا دوستان محل خواب می دادن. اشاره به زلزله تبس کردن و چادرهای آخوندها با غذاهای آنچنانی و هیچ برای مردم عادی. من نه قاضی هستم نه قضاوت را دوست دارم، ولی این را می دانم که اگر انگشت به طرف کسی می گذارم 3 انگشت به طرف خودم است. موفق باشید. خدا نگهدار. بله خیلی ممنون. اینا الان به اصطلاح هم توی آمریکا میگن، هم سالهاست که دوستان ایرانی هم میگن، میگن که وقتی انگشت اتهام، تهمت، توهین به طرف کسی دراز میکنید یادتون باشه که اگر این انگشت به طرف اونه، این 3 تا انگشت به طرف خود شماست. سعید کاووسی هم اینو خیلی ساده میگه، میگه هر وقت مشکلی دارید برید یه آینه پیدا کنید، مشکل تو آینه است، حل مشکلم توی آینه است. اینم از این. و اما اگر این پیامو اون روزم پخش کردم، باز میگم به نظر جالب میاد که فکر کنم پخش کردم، چون راجع به نوارم گفتم که نوار ضبط کردنش و تبدیل کردنش 20 دلاره، 15 دلاره، 10 دلاره، بستگی داره که دیوریشن یا زمان اون چقدر باشه و شما چند تا داشته باشید. هرچی بیشتر نوار بدی احتمالاً اونی که میخواد برات کار انجام بده قیمتو میاره پایین تر. ما مشکلات زیادی داریم، بعض وقتا چون ناآگاه هستیم فکر میکنیم فقط اینجوری حل میشه و از کسی دیگه نمیپرسیم، خجالت میکشیم، فکر میکنیم ندانستن عیبه، در صورت که ضرب المثل داریم ندانستن عیب نیست، نپرسیدن عیبه. یه میگودن پرسیدن عیب نیست، ندانستن نمیدونم، در اصل بپرسید. همه قرار نیست همه چیزها رو من و شما بدونیم. ساعتم 3:58 هست. اجازه بدید من دیگه از شما خداحافظی کنم. باز هم از آقای افشین عبداللهی ممنون و متشکرم و برنامه ایشون رو میتونید دنبال کنید. امیدوارم به زودی برنامه ایشون رو از تلویزیون مردم هم بتونیم با هزینه کمی که یا شما پرداخت میکنید یا اون دوستانی که ایشون رو دوست دارن به اصطلاح پخش کنیم. دوستان حمایت از تلویزیون مردم فراموش نشه. ضمناً شما هم میتونید در تلویزیون مردم برنامه داشته باشید. اگه فکر میکنید برنامه های من نقصی، اشکالی، ایرادی داره، این گوی و این میدان، یا به قول معروف گر تو بهتر میزنی بستان بزن. روز روزگار بر شما خوش. برنامه ها رو پی میگیریم. چهارشنبه است تنها قراری که داشتم با آقای عبداللهی بود. جمعه قرار شما رو ببرم نیویورک با یک فاینانشال ادوایزر یا یک مشاور مالی صحبت کنیم. و شما هم اگر افرادی رو میشناسید که دوست دارید اونها رو در برنامه داشته باشیم، یا به اونها بگید که با ما تماس بگیرن یا به ما بگید. ولی بعض وقتا اینجوریه، شما میخواین اونا بیان، ولی وقتی ما باشون تماس میگیریم میگه آقا حالا به من بگوینم خط شما چیه، میگم آقا خط من تو سرت بخوره، من از تو دعوت کردم که تو بیای خط تو بگی، تو چیکار خط من داری؟ کارمون خیلی خراب. مرسی. با امید دیدار جمعه ساعت 12 ظهر برنامه ما با کانون آوا شروع میشه. یک دوستی هم مادر یه نفر که گویا کشته شده نوشته بود که آقای سوری من چگونه میتونم در برنامه های جدا شده ها مستقیما با شما در تماس باشم. گفتم با کانون آوا تماس بگیرید و روشش روی فیسبوک مستقیما با ما باشید. دیدم در چند هفته گذشته دوستان مثل آقای کرمی، مثل آقای واسقی، مثل آقای موثقی، مثل آقای رزاقی لطف کردن و در طی برنامه با شما دوستان هستند و حقیقتا مثل تهیه کننده یا کارگردان برنامه به من کمک کردن که تشکر میکنم ازشون. امیدوارم جمعه هم باز با هم باشیم. روز و روزگار بر شما خوش.